زدیم. بله الان میریم رایف. بسیار. درود و عرض ادب و احترام خدمت همه عزیزان و همکاران عزیز که در این جلسه حضور دارن، همطور هموطنان عزیزی که از طریق یوتیوب کانون و همطور اپلیکیشن و تلویزیون بشریت ما رو زنده و مستقیم دنبال میکنن. از کمیته دفاع از اقوام ملل ایرانی در خدمت شما هستیم. امروز 4 مهر ماه 1401 برابر با 26 سپتامبر 2022 از ساعت 18 و 8 دقیقه برنامه رو شروع میکنیم. امروز جلسه ای داریم در مورد حق اعتراض اقوام ایرانی برای حق طلبی. مهمان عزیزی داریم، جناب آقای جهانگیر گلزار که در خدمتشون خواهیم بود. من سخن رو کوتاه میکنم و میکروفون رو در اختیار ایشون خواهم گذاشت. آقای گلزار میشنویم شما رو. سلام دارم خدمت شما و همچنین سلام دارم خدمت همه عزیزان و هموطنان عزیز. خدمتون عرض کنم که حق اعتراض از اونجایی ناشی میشه که انسان از یک مجموعه حقوق برخورداره و یکی از اون حقوقی که داره اعتراض. در حقیقت در ارتباط قرار میگیره از لحاظ شخصی با حق حیات. وقتی انسان حق حیات داره، اون مواردی که پیش میاد که نافی حق حیات میشه، حالا از اون 30 ماده حقوق بشر که میگوین که مجموعه حقوق رو به وجود میاره، مثلا من اگر حق زندگی که بخوان نفی کنن که خب معلومه باید حق اعتراضم شدید باشه، اگر حق کار من رو از من بگیرن که امکان حیات رو از من میگیره، حق رشد رو از من بگیرن، حق عشق ورزی رو بگیرن، حق وطنداری رو بگیرن، همه اینها و مجموعه دیگر حقوق رو من با حق دارم که اعتراض کنم. پس بنابراین اعتراض کردن امکان حق حیات رو برای من ممکن میکنه. هر شخصی باید این کار رو بکنه، اما به صفت شخصی برای خود به تنهایی نیست، چون انسان ها در یک ارتباط ارگانیک با هم قرار میگیرن. مجموعه انسان ها حقوق شهروندی رو به وجود میاره. من به عنوان یک شهروند که در زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی حق دارم زندگی بکنم، حق دارم که در امور شرکت بکنم، حق دارم که نظر بدم، نظر من پذیرفته بشه، نمایندگان من دفاع بکنن از حقوق من، اگر که در مواردی پیدا بشه که حقوق شهروندی من ضایع بشه، در اون زمینه ها هم حق دارم اعتراض کنم. اما نه تنها حقوق من، چون انسان ها که خودخواه نیستن که فقط بگن من هستم و من، بلکه ما در مجموعه حقوق شهروندی همه با هم زندگی میکنیم. اگر حق نفر دیگری هم ضایع شد، این وظیفه من هست که از حق اون شخص دفاع کنم، و بالعکس اگر حق من ضایع شد، دیگر هموطنان باید از حق من دفاع کنن. اگر مجموعه روابط بر اساس دفاع از حق خود و حق دیگری باشه، زندگی یک دفعه شکل دیگری پیدا میکنه. تصور کنید در چارچوب خانواده، اگر زن و مرد حقوق همدیگر رو رعایت کنن، یکی از مهمترین حقوقی که در خانواده وجود داره حق اشتراک نظر و حق اختلاف نظر. ما اکثرا اشتراک نظر رو قبول داریم، اختلاف نظر رو اصلا قبول نمی کنه. چون اصلا قبولش نداریم، دلیلش هم اینه که در استبدادها زندگی کردیم، نه اینکه در این استبداد ولایت فقیه، استبدادهای قبل از این هم اختلاف نظر رو اصلا قبول نداشتم. پس بنابراین ماها یاد گرفتیم، آموزش پیدا کردیم در مدرسه و خانواده و محیط سیاسی کشورمون که آقا اختلاف نظر کسی با من داشت مثل که دشمن منه. بعد در محیط خانواده هم همون دور نگاه میکنیم، خیال میکنیم همسر من، فرزند من اگر مخالفت کرد حق نداره، یا اینکه زن بزرگ خانواده است یا مرد بزرگ خانواده است یا فرزند اول، اینا هر کدوم برای خودشون نقشی پیدا میکنه. در جامعه باید پذیرفت اختلاف نظر و اشتراک نظر وجود داره و انسان ها
به جای نفی همدیگه باید همدیگه رو نقد کنم. یعنی اگر در نظری، عقیدهی، مرامی، ساخت کاری، تولید جنسی با هم اختلاف پیدا کردن، حق دارن با هم گفتگو کنن و اختلاف نظرها رو به اشتراک تبدیل کنن، یعنی به هم بیشتر نزدیک بشن، آخر کارم بپذیرن خب این مسائل رو با هم قبول نداره. اما برگردیم راجع به وضعیت اجتماعی. وضعیت اجتماعی بخشش در اختیار انسان هاست، بخشش هم مال مدیریتی است که از لحاظ سیاسی حاکم میشه. حالا در دموکراسی ها ما رأی میدیم، میریم رأی میدیم، یه عده انتخاب میکنیم، اون کسایی که انتخاب میشوند اگر برخلاف نظر عموم عمل کردن مورد انتقاد قرار میگیرن، مورد انتقاد از طرف نهادهای مدنی قرار میگیرن، مورد انتقاد از طرف احزاب دیگه قرار میگیرن و روزنامه ها و رسانه ها. اما در استبدادها چه شکلیه؟ نگاه کنیم به استبداد کشور خودمون که بر ایران حاکمه. طبق قانون اساسی یک محوری وجود داره در این قانون اساسی به نام ولایت فقیه. این ولایت فقیه 11 اختیار مطلقه داره، مطلقه یعنی فقط شخص رهبر اون اختیاراتو داره. خودش عمل میکنه؟ نه، به جایی که خودش عمل کنه، بخششه که خودش عمل میکنه، هیچ بخشش رو تفویض میکنه به بخشهای مختلفی در کشور که اونها قدرت مطلقه پیدا میکنن. چه شکلی عمل میکنن؟ بر جان و مال ناموس مردم بستگیت پیدا میکنن. آقای پاسدار بسیجی است، آقای حراستی است، اینها همه کار است. این تنها مال این دوره نیست. زمان شاه میگفتن یک سری نماینده داره شاه، میمدن به مراکز مختلف سرکشی میکردن، جان از بدن بیرون میره وقتی این نمایندگان میمدن. اگه میفهمیدی یه دبیری توی مدرسه ساواکیه، از وحشت اون اصلا تمام شاگردان گفتن خدا نکنه معلم ما بشه پدر ما رو در بیاره. حالا همون نسبت به ابعاد بزرگتر در این حکومت هم ادامه حیات داده. پس جامعه یک ترسی داره از قدرت حاکم و در حقیقت روابط رو به عنوان روابط دوستانه تبدیل شده به روابط خصمانه. این حق جامعه ماست؟ نه. یکی از کارهایی که انسان باید نکنه که بترسه. شادی حقی از حقوقه، ترسیدن حقی از حقوق نیست، چون نتیجه زوره، نتیجه خشونته، نتیجه تبعیضه، نتیجه ظلمه، نتیجه بی‌عدالتی است. عدالت یعنی چه؟ یعنی حق رو ناحق کردن. الان در وطن ما واقعا حقی حق میمانه؟ به مجردی که شما طبق قانون اساسی مخالفتی بکنید با ولایت فقیه، با استبداد فقیه، با هر کدوم از این حراست‌های 16 گانه، با همه نهادهای دولتی، میبینید اصلا هیچ جا شما حقی ندارید برای اعتراض. کوچکترین اعتراضی اگر از حد مشغله های زندگی معمولی که مثلا شما چرا درآمدتون کمه میتونید اعتراض کنید، آقا ما داریم از گرسنگی میمیریم، اما به مجرد گفتید کی مسئولشه، میگن بیا که اشتباه کردی، این حرف رو زدی، میبرنش زندان. در اصل که این حق من هست که اعتراض کنم، چون وطن از آن شهروندان اون وطنه، از آن آقای سید علی خامنه ای یا هر کسی دیگری که به قدرت برسه نیست. ما رأی نمیدیم به آقایی که او بشود حاکم بر کشور ما، به او رأی میدن که ایشون نماینده مردم باشه، مثلا در قوه مجریه اجرا بکند مواردی رو که به نفع مردم از بابت دفاع از حقوق مردم میکنه و حق طبیعت هم همینطور و حق اجتماع هم همینطور. پا خطا گذاشت، حق اعتراض داریم ما، معلومه که باید اعتراض کرد. واقعیتش اینه که اگه من پا بذارم رو پای شما، شما اعتراض نمی کنی؟ به حق بسیار کوچکی از شما تجاوز کردم. اگه به عمد باشه که اعتراضتون شدید خواهد بود، اگه سهواً باشه به من تذکر میدید، میگه آقا اشتباه پاتون گوش رو پای من حواستون نیست، نمیگید من وای میسم هر کاری میخوای با پای من بکن.
خب چه شکلیه که ما بایستیم در مقابل یک استبدادی تا امروز بیش از 50 نفر رو اینا کشتن، تقلیلش میدن به خانم مهسا، تقلیلش میدن به حجاب. این دیگه واقعا بی‌عدالتی تا کجاست؟ امروز دعوای بین اصولگرا و اصلاح طلب بر سر اینه که آقا بیاد یه عذرخواهی ما بدهکاریم به این ملت، بگیم اشتباه کردیم در مقابل مهسا. اون 50 نفر دیگر شما چه کردی؟ نباید این جامعه اعتراض بکنه که شما عده‌ای رو شهید کردید. یعنی اینها شهادت میدهند به بی عدالتی این نظام. باید فراموش کرد، قبلی ها هم باید فراموش کنیم. چرا باید فراموش کنیم؟ مگه این وطن از مال شماست؟ این وطن مال کسانی است که در این سرزمین از دیرباز تا به امروز و آینده میخوان زندگی کنن. مال آقای سید علی خامنه‌ای نیست که یک روزخانی است که بر جان و مال و ناموس مردم حاکم شده. از روی تحقیر ایشون نمیگم، چون هر کسی اگر یک مقامی پیدا میکنه باید یک شخصیت خودساختهی داشته باشه. آقای سید علی خامنه‌ای قبل از انقلاب چی داشته که علاوه شخصیتی؟ کدام کتاب رو نوشته؟ کدام تحقیق رو کرده؟ کدام کار مدیریتی رو انجام داده؟ برفرضم که همه رو انجام داده باشه، حق ندارد بر جامعه سلطه پیدا کنه و جلوی اعتراض انسانها رو بگیره. چرا پدر مادر و خانواده هایی که فرزندان اونها رو شهید کردن نتونن اعتراض کنن به وضعیت موجود؟ چرا باید در خفا برن فرزندان خود رو به خاک بسپارن؟ چرا باید این حق از مردم گره؟ من انسان روح دارم و جسم. جسم فرزند من رو اگه بگیرید، روح من بیماره. چه شکلی من باید خودم رو ساکت نگه بدارم؟ واقعا آدم نمیدونه ظلم تا چه حد، ظلم. حق اعتراض حقی است بسیار اساسی برای پیشگیری از ظلم، نه تجاوز به دیگری. اعتراض برای تجاوز نیست، برای پیشگیری از تجاوز، برای اینکه ما اجازه ندهیم کسی بر حقوق ما سلطه پیدا کنه. در امور خانواده هم همینطوره، در دوستی هم همینطوره، در یه نهاد اجتماعی هم همینطوره. فکر کنید فردا در این کانون دفاع از حقوق بشر یه نفر پیدا بشه اول تا آخر بقیه رو بگه، بقیه نمیتونن بگن آقا خواهش میکنم ادب رو رعایت بفرمایید، و اوشون هم تو ادامه بده و جلوش میستن اعتراض میکنن، میگن این کانون دفاع از حقوق است، شما باید حقوق رو رعایت کنید نه عدم حقوق رو. حالا در سطح جامعه ملی هم به همین ترتیبه. ماها چون شهروندانی هستیم که عادت نکردیم، چون عادتمون ندادن، چون در استبدادها زندگی کردیم، سکوت اختیار میکنیم. به زنها چی میگن؟ مردی که زور میگه، میگه زشته که تو اعتراض کنی. جواب مردم رو چی میخوای بدی؟ جواب خانواده رو چی میخوای بدی؟ جواب بچه ها تو چی میخوای بدی؟ اگر جدا شدی میخوای چه کنی؟ تمام اینها ظلمیست که به اون زن میره که سکوت کنه در مقابل زور، و بالعکس زنی که به مردی زور میگه و مرد سکوت میکنه، در صورتی که باید دو تا رابطه، رابطه عشق و دوستی باشه. در روابط اجتماعی هم به همین ترتیبه، رابطه ها با رابطه حق با حق باشه، به مجردی که نباشه وضعیت دگرگون میشه. حالا برمیگردم راجع به جنبش امروز جامعه ایران هم یه کوتاه سخن کنم. من در کانون دفاع در حقوق بشر بیش از 20 ساله که عضو هستم. جلساتی که در ابتدا میذاشتیم که تعدادشون بسیار اندک بودن، دوستان میامدن، آقای شفایی ایشون واقعا آدم بسیار پرکاریست، پرکار و مدیر بسیار خوب. ایشون خواهش میکرد از جمع آقا یه سوالی بکنید، یه نظری بدید، و اکثرا سوال نمیکردن، نظرم نمیدادن. نسل گذشته، 20 سال گذشته، در این کانون مرتب جلسات گذاشته میشه، صحبت و بحث و گفتگو. در جلسه قبلی که من شرکت داشتم و سرکار خانم اومده بودن و بقیه سوال میکردن، انواع و اقسام سوال ها و نظرات داده میشه.
یعنی نسل گذشته تغییر کرده، نسل جدید خواهان گفتگوست، خواهان تغییر، سوال داره، باید به سوالاش جواب داده بشه. حتی اگر نسل قبلی ها هستن با جمع ما که هستن، ولی این جرأت رو پیدا کردن. امروز جامعه ایرانی جامعه اعتراض شده. کی اعتراض میکنه؟ وقتی فیلم ها رو نگاه میکنه، نسل جوان مثل یک موج دریا بلند شده و فریاد آزادی خواهی میزن. حالا سه بخش من 38 به اصطلاح شعاری که در سطح جامعه ایران داده شده رو جمع آوری کرد. شعارها سه بخش دارن. یه بخشی از شعارها بیان این رو میکنه که ما چی میخواهیم و دعوت میکنه از بقیه. میگه اگر با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم میشیم. این رو در جنبش های قبلی ما نمیشنیدیم. جنبش های قبلی تحقیر میکردن کسانی که کنار خیابونم و تو خونه نشستن، میگفتن به ما بپیوندید. یا خونی که در رگ ماست هدیه به خواهر ماست. این دو مرتبه اظهار خواهری و برادری و یگانگی، این بر بیان جدیدی است. یا شعار بسیار فوق العاده زیبایی که زن زندگی آزادی، تا زن آزاد نشود زندگی آزاد نمیشه، دموکراسی غیر ممکنه. و شعاری که سال 96 هم داده شد، بیا بیرون هموطن حق تو فریاد بزن، از شعارهایی بودی که دادن. یه چیزی هم که میگن آهای نشسته ها، مهسای بعدی از شماست. یعنی تصور نکنید که اگر که میشینید و هیچی نمیگی، استبداد با شما کاری نداره. میگن این آقای خامنه ای و تمام آدم هایی که داره میخوان تقلیل بدن که آقا این تجمعات و این اعتراضات فقط مسئله حجابه. حالا مثلا در ایران برای مثلا نمیدونم چقدر مقدار مشروبات الکلی شلاق بود که میزدند، میخواستن سلطه خودشون رو حاکم کنن. امروز در مجلس ایران میگن سالی 620 میلیون لیتر مشروبات الکلی فقط به کشور قاچاق میشه. یعنی گفتن آقا ما که نمیتونیم درگیر بشیم، بذارید، نمیگیم حلال است ولی با کسی هم کاری نداریم. حالا آخوندا بعد دعواشون سر اینه که فقها با هم اشتراک نظر ندارن در مسئله حجاب. یعنی میشه این حرام رو به قول اونها، در صورتی که در قرآن نیامده که حجابی وجود داره. در یکی از اتاقهای دوست با شما کانون دفاع از حقوق بشر رو توضیح دادم، 800 سال بعد از اسلام یک نفر پیدا شده است به نام شهید اول، ایشون گفته زن رو باید در پستوی خانه نگاه داشت و گفته باید حجاب سرش کرد، وجود نداشته، این رو ساختن. حالا اون که به جای خود تا به امروز میگه آقای خامنه‌ای تقلیل بدید به این حجاب و بعدش هم یه عذرخواهی بدهکارید، آقا بگید مسئله تموم بشه. اما شعارها میگن فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد. استبداد رو هدف قرار داده. خیلی شعار فوق‌العاده است. قدرت ما جمع ماست، رهایی حق ماست. راجب حق طلبی شعار میدن. این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت. و شعار بسیار زیبایی که این شعار رو زمان انقلاب هم داده میشد، با یه تفاوت، اینها میگن آزادی آزادی بگو آزادی، اون زمان ما میگفتیم بگو آزادی آزادی آزادی. خب پس آزادی خواهی هم شده از جزء شعارهایی که داده میشه. الان یک تحولی در این وسط شده، اما روی سخن با استبداد است، با نوک حمله استبداد. من در شعارها نشنیدم مثل جنبش 96-98 بیان به پاسدار و اینها شعار برای اونها گفته بشه. در سطح بسیار کم شاید یه جا گفته باشن. اینکه شعارهایی که در سطح شهری که در حال حاضر میگوین در اونجا تجمعات هست نیست، میگن خامنه ای قاتل، ولایتش باطل، خامنه ای ضحاک، میکشیم زیر خاک. مرگ بر خامنه ای هم میگن. مرگ بر خامنه ای رو من به عنوان اسطوره استبداد میشناسم، وگرنه این خونخواهی کار اشتباهی است اگر بخواد جامعه ایرانی خواهان اون باشه. مرگ بر ستمگر، چه باه چه شاه باشه چه رهبر، توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه،
تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت و الاخر شعارهایی که داده شد. مجموعه شعارها اعتراضی است به وضع موجود و خواهان تغییرات اساسی. تغییرات اینه که استبداد نباشد، فقر و فساد نباشد، جنایت نباشد، رهایی حق ماست، آزادگی حق ماست. تنها چیزی که هنوز شعار در اون رابطه داده نشده، غیر مستقیم داده شده، راجب استقلال. این البته جنبش اگر ادامه پیدا کنه، استقلال جزء سه اصل اساسی است که همیشه جزء رکن تحول در جامعه ایرانی بوده و در سه انقلاب گذشته ایران همیشه این جزء شعارهای محوری بود. نه اینکه ما در چارچوب خودمون رو نگه بداریم، بلکه رها بشویم از روابط قدرت خارجی و بتونیم کشور خودمون رو نجات بدیم. امیدوارم که در این کوتاه سخن کافی باشه، سوالاتی باشه، با کمال میل با شما هستم. خیلی هم ممنون آقای گلزار، خیلی کامل و جامع گفتید. فقط من خودم یک نکته رو برام سوال بود که شما فرمودید تو سخنرانتون که گفتین اعتراضایی که برای معیشت باشه تا زمانی که نپرسین چرا، کی این کارو کرده، رژیم باش کاری نداره. ولی ما دیدیم که با کارگران، با کشاورزان، با معلمان، بازنشستگان و حتی مجروحان جنگ هم اینا با شدت و حدت خیلی زیادی برخورد کردن. اینا که نرفته بودن که رژیمی تغییر بدن یا حق خودشون میخواستن. یک کارگر 8 ماه یک سال حقوق نگرفته. این یک موضوع بود که من میخواستم راجع به اینم توضیح بدی و این که دوستانی هم هستن که گویا سوال دارن. اگر خدمتون از کنم راجب آل شما، اگر جامعه بیاد و بگه که خب آقا من بازنشسته هستم، این حقوق عقب افتاده من رو بدید، تا موقعی که معترض جدی نشده میگن خب اینا بذار حرفاشونو بزنن، خسته میشن میرن. تا و حالم هم تو بوده. به مجردی که شروع کردن اعتراض به وضعیت کردن که شما مقصر هستی، حرف شما صحت داره، اون موقع سریع برشون میدارن میگیرنشون. یعنی این نظام نمیتابد بر این که قبول نمیکنه که شما معترض باشی به وضعیتی که به وجود اومده که اون مقصره. این رو نمیخواد بپذیره، در هیچ موردی نمیپذیره. بین اصلاح طلب و اصولگرا یه مسئله است. اصلاح طلبا میگن جامعه در حال انفجار است. الانم میگن تو اتاقای کلاب هاوس هم دارن مرتب میگن که این نظام حرف رو گوش نداد، حالا هم هنوز دیر نشده عنوان میکنن. آقا یه مقدار این سوپاپ رو باز کنید، مردم یه اعتراضی بکنن، بگذارید یکم آزادی ها برقرار بشه، اینقدر فشار نیارید به جامعه، مثلا مخصوصا در مسئله حجاب. اون تمامیت خواه میگن نه خیر، به مجرد که یه ذره این سوپاپ رو باز کردی، اتفاقا اون موقع است که منفجر میشه. اما الان جامعه امروز جامعه اعتراضه و اینکه شما میگی درسته، به مجرد که اعتراضا بزرگ بشه به هیچ کس رحم نمی کنن، چون تصورشون اینه که اون سوپابه باز شده، باید بستش. بله بفهم. آقای حمزه‌زاده گویا سوالی دارن، میشنویم سوالشون. درود و عرض ادب خدمت همه همکاران، دوستان و همچنین آقای گلزار عزیز. من در واقع یه سوال داشتم توی این سری از اعتراضات. یه چیزی که خیلی جالب بود این بود که اقوام ایرانی همه پشت هم بودن و مثل سری قبل نمی‌دونم که یه شهر بلند بشه و بقیه شهرها حمایت نکنن. در واقع سوال من از آقای گلزار اینه که این بار چه فرقی با سری قبل داشت که اینجوری شده و این اتفاق خوب رخ داده؟ یعنی واقعا اون تمام اون نقشه ها و تمام اون سیستمی که جمهوری اسلامی کشید بود بر ضد این موضوع واقعا با شکست مواجه شده یا اینکه دلیل دیگه ای داره؟ ممنون میشم جواب بدید. بله آقای گلزار، عذرخواهی میکنم آقای گلزار، یکی از همکارانم یه سوال نوشته تو قسمت چت، اینم بگم که بعد من پاسخ بدم جواب. بعد بله بفرمایید، اون رو بعد برام بخونید چون من با تلفن دستمه، من لازم با کامپیوتر نتونستم وارد بشم. اینه که الان من مطلب خدمتتون عرض کنم. ببینید که در استبداد با اینکه همه همگرا باشن آبش تو جوب نمیره.
احتیاج داره بین اقوام مختلف همیشه نفاق بندازه. ما قبلا هم داشتیم تو نظام قبلی هم یه تحقیر شدیدی میکردن ترک رو نسبت به فارس، عرب رو نسبت به فارس، کرد رو نسبت به بقیه. این کار رو انجام بدن با بقیه اقوام هم مثلا با لورها و بلوچ و ترکمن و اینا زیاد کاری نداشتن، میگفتن خب حالا تا ساکت باشن کاری باشون نداره. نیاز به این نفاق داشتن. و این جامعه جوان هم این دفعه خوب فهمیده آتو رو از دو دسته با هم گرفته، یکی از خود این نظام گرفته، دو از این گروه هایی که میخوان بگن که نه ما یه تافته جدا بافته هستیم نسبت به بقیه ایرانی ها مثلا در مناطق کرد نشین و جدایی میندازن، میگن ما یه چیز جدا از همه هستیم. حالا هرچی ما بگیم آقا ما هم یه هموطنی هستیم مثل شما تفاوت نمی کنه، که وقتی یک ظلمی وارد میشه من برام فرق نمی کنه، در رشت باشه، در مثلا سنندج باشه، اصفهان باشه یا هر جای دیگه، آدم دلش درد میاد که این یعنی چه که این ظلم داره انجام میگیره. این رو مردم ایران گرفتن، نه اینکه همه فریاد زدن راجع به مهسا که تو این مهسا به ما هم تعلق داره. این رو از منطقه گرفتنش دادنش به همه وطن. یک، ترک ها گفتن که بین کرد ها و ترک ها شعار دادن که من جزو شعار هم هست که جمع کردم که تفاوتی نیست. خب و این یگانگی الان باعث شده که همه وطن با هم احساس یکی میکنن، هیچ کس خودش جدا نمیکنه و ایران درش دموکراسی ممکن نخواهد شد مگر اینکه همه افراد ایران از هر قوم و دسته و عقیده و مرام و نظری حق برابر نداشته باشن. اون موقع دموکراسی نیست که، به مجرد که شما ظلم وارد کردی دموکراسی از اون طرف رفته کنار. اینه که این دفعه یک تفاوت عمده داره که شما به خوبی روش صحبت کردید. این تفاوت رو مردم با یک هوشیاری تمام ممکن کردن، این یگانگی رو در سطح ملی به وجود آورد. البته بگذاریم، خیلی خصلت‌های دیگه خیلی خوب داره این جنبش. نقش زنان بسیار بایسته است، نقش جوانان بسیار عالی است. اینکه این حرکت جمعی که میکنن، اینکه ترس ندارن از نیروهای سرکوب، فوق‌العاده است کاری که انجام میدن، فوق‌العاده است. و اینکه هنوز دست به خشونت نبردن از این بابت که اینکه بگن، حالا میگن وای به روزی که مسلح شویم، ولی هستم که اینها اسلحه بده هم پیش میاد که یک افرادی به ناحق یکی رو میزنن قبل از این که اصلا معلوم شه اون کی هست کی نیست. حالا برفرضم مشخص شد وظیفه مردم نیست که خشونت ورزی کنن، باید اون رو در یک دادگاه عادلی در حقیقت او بیاید و پاسخگو به ملت باشه، جرمش هم دادگاه مشخص. بفهمه اون سوال رو میتونید بخونید. بله، خانم حوریه نوشتن که نقش ما چگونه میتونه باشه در این اعتراضات، گام بعدی چی میتونه باشه؟ بله، خدمتون عرض کنم که نقش ما خیلی نقش بزرگی میتونه داشته باشه. ما در خارج کشور هستیم، خب این داخلی ها امکاناتی که ما داریم رو ندارن از لحاظ اطلاع رسانی که بتونیم اطلاعات رو در سطح جهان در اختیار همه بذاریم. یک، دو، این که در اعتراضاتی که میکنیم بکوشیم اون کسانی که میخوان اعمال خشونت کنن جلوشون رو بگیریم. حالا مثلا در انگلستان تظاهرات بسیار بزرگی بوده، یه نفر اومده گفتن این بسیجیه، واقعیتش بوده نبوده رو من نمیدونم، برفرضم بسیجی بوده، 5-6 نفر رفتن گرفتن اونو زدنش، تمام رسانه های جهان اون 5-6 نفر رو نشون میدن و اون کتک زد. یا اینکه یه نفر گرفتن، یه افسری رو میگن بهش که بگو مرگ بر خامنه‌ای. من دقیقاً یادم اومد که تا اینو شنیدم اصلا یک احساس خیلی بدی به من دست داد که در زمان انقلاب هم یه عده‌ای پیدا شده بودن از این لاتولوتا، میرفتن اگه یه ساواکی ماواکی از میگرفتن جلو مردم گفتن بگو مرگ بر شاه. خب حالا برفرضم اون میگفت مرگ بر شاه. یا اینکه یه عده میمدن تو راه جلو اتوبوسا رو میگرفتن
به همه اتوبوس، اونا که تو اتوبوس بودن گفتن بگید مرگ بر شاه، میگفتن مرگ بر شاه، میرفتن یه 5 کیلومتر ورتر یه دپ میمدن بالا با شمشیر و تفنگ میگفتن که بگید مرگ بر خمینی، اگه نمیگفتن اجازه نمیدن اتوبوس حرکت کنه. خب حالا این استبداد بر ما حاکم شده، ما میتوانیم نقش بزرگی داشته باشیم در خشونت زدایی و انتخاب شعارامون توی تظاهرات خارج، دوم که انتقال این فیلم ها، این فیلم ها از خود ایران خارج میشه، میتونیم انتقال بدیم، میتونیم با دوستان و فامیل خودمون تماس بگیریم، اونها اگر فعال شدن فیلم ها و گزارش ها رو در سطح جهان پخش کنیم. من همین امروز 11 گزارش از دانشگاه های ایران داشتم، تمام اینا رو ردیف کردم، تنظیم کردم به عنوان یک گزارش که کدوم دانشگاه ها، اینها بخش های از دانشگاه نوشتن، گروهی از دانشجویان از 11 دانشگاه مختلف تقاضا گفتن ما دیگه سر کلاس نمیریم، سر کلاس اینترنتی هم نمیریم، از اساتید خودشون هم خواستن که شما هم شرکت نکنید. خب این یواش یواش اون چیزی که میگن جنبش عمومی داره ممکن میشه، این که میگوین دیگه ما همه با هم اتحاد کنیم، مثلا اصناف دیگه کار نکنن مثل انقلاب ایران تا این استبداد نتونه ادامه حیات بده، یواش یواش در سطح جامعه جوان تقاضاهاش ما 11 تا با هم دیگه امروز فوق‌العاده است. حالا فردا چه خواهد شد، این از نوع همکاری که ما میتونیم انجام بدیم در سطح خارج کشور. اطلاع رسانی که جزء وظایف ماست از لحاظ حقوق بشر، یکیش همینه که این کار رو انجام بده. دو اینکه خودمون رو آماده بکنیم، این وطن احتیاج داره به ساخته شدن، ساختنم با آدمهای آزاده میشه وطن رو ساخت، با آدمهایی که به ظاهر امروز ریششون اینقدر فردا برن ستیغه کنن و کراوات بزنن و وسط بازی کنن، با اینها نمیشه وطن رو ساخت. اینها عادت کردن به جنایت، خیانت، فساد. اونهایی میگم که در این نظام الان پست و مقامی دارن، همشون هم اعتقاد ندارم اونا که پرونده فساد دارن، ولی این جامعه نیاز داره به انسانهای مستقل، آزاد و مدافع حقوق که برای وطن و برای طبیعت ایران دلشون بلرزه، بخواهن وطن رو بسازن. و ما اگه انسانهای پاک و صادقی هستیم در فردای ایران میتوانیم نقش بسیار مهمی از خودمون ایفا کنیم. بسیار هم عالی. آقا یا خانم امین هم سوال دارن، میشنویم شما رو. سلام خدمت همه دوستان عزیز، صدای من دارین دوستان؟ بله بله. یه نکته بود توی حرفای دوست عزیزمون، میفرمودن که اصلاح طلبا انگار یه مقداری مثلا به قضایا مثلا یواشتر برخورد میکنن یا محتاطترن، اون قضیه سوپاپ، شل کردن سوپاپ رو فرمودن. اما من چیزی که تو ذهنم به عنوان یه دهه 60 الان ما از 40 سال انقلاب که میگذره حداقل اگر اشتباه نکنم 24 سالشون مستقیما اصلاح طلبا حکومت داشتن، اگر 8 سال آقای موسوی هم جزو اصلاح طلبا حساب بکنه تقریبا 32 سال حکومت دستشون بوده. فقط هم یکی از جنایت‌های بزرگ که اونم میشه گفت سال 88 بوده، در دوره که آقای احمدی‌نژاد هم اصولا خودش هیچ‌وقت اصولگرا ندونسته، سال 96، سال 78 و سال 67 که آقای موسوی بودن و همه دوستان اصلاح طلب، و این همه جنایتی که در دوره اصلاح طلب شده، چرا هیچ وقت اونا خودشون زمان، حتی سال 96 1400 آقای روحانی بوده، چرا هیچ موقع اونا، میدونیم که در دوره آقای روحانی تو دو روز که اینترنت قطع بود به گفته خودشون 1500 نفر رو کشتن، الان 10 روز اینترنت قطع میگن 50 نفر کشته شدن. این پارادوکس برای من خیلی عجیبه که یعنی اصلاح طلبا الان چجوری مثلا با چه منطقی مثلا ما میتونیم ابراز بکنیم که اصلاح طلب مثلا مایل یه مقدار سوپاپ شل بشه، در صورتی که تمام جنایت ها را اگه بخوایم تو این چند ساله ببینیم، از کوی دانشگاه و اون قضیه فروهه رو، ماجراهای قتلای اطلاعات و اینا، همه تو دوره اصلاح طلب. اصلا هر چیزی قانونی که ما الان داریم، حتی الان بحثی که این قانون حجاب کار آقای مثلا کی بوده، آقای خاتمی بوده، اصل قانون آقای موسوی برده پیشنهاد داده، یا ترور مثلا سلمان رشدی رو میگن کار آقای پیشنهادش کار آقای خاتمی بوده، اینجور چیزا رو که انسان میشنوه واقعا تعجب میکنه. میخواستم اگه
یه توضیح کوچیکی در مورد بدین بله که آیا واقعا اینا با هم فرق دارن یا بدترن اصلا یا حسن یکی بله هن از یه مادرن. ممنون میشم ازت. ببینید در جوامع یه عده‌ای هستن که خطشون مشخصه، میگن ما چپ چپ، آدم میفهمه با اینا چی کار دیگه، باشون حساب ما مشخص. یه عده میگن ما راست راستیم، مثل آقای خامنه‌ای و هر کسی که باشه، هست اصولگرایان در کلیتش، ما میدونیم با کی طرف. اصلاح طلب به ظاهر میگوید من با مردمم، میخوام یک اصلاحات ساختاری بکنم، این قانون اساسی یک سری ظرفیت داره، داره گول میزنه، به ظاهر اینا رو میگه، مردم میگن راست میگن، اینا میخوان یه کاری بکنن. شما هزینه نمیدهید، با کمترین هزینه ما میتونیم مشکل رو حل کنیم. اون تئوریسینشون آقای حجاریان میگه که فشار از پایین، چانه زنی از بالا. نمیگه این فشار رو جامعه وقتی تولید کرد، هزینه های اساسیش که جان دادن است و زندان هست و تحقیر و همه رو جامعه میده، شما در بالا چه چیزی رو میخوای چانه بزنی؟ اینها رو هم نمیگه. به گفته شما هم میگویید 30 سال، بله. خود اصلاح طلبا میگن نه دیگه زیاد نگید، ما 20 سال بودیم و اون یکی از ما نیست. و رئیسی میگه که نه منم اصلاح طلب بودم، ولی نه زیاد اصلاح طلب، روحانی منظور من. ولی مجموعه فقری که بر ایران حاکمه، مجموعه سیاست های دوران این هاست. بالاترین بلایی که اقتصاد ایران بهش وارد شده، اقتصاد دوران رو احمدی نژاد. احمدی نژاد پول نفت ها رو آتیش زد که نفت شده بشکه 140 دلار، بیشترین درآمد ایران حاصل کرده بود و راندخواهی رو بسیار بالا بود. نیروهای نظامی سپاهی رو آورد به تمام استانها، استانداری ها و شهرداری ها و وزارتخونه ها حاکم کرد نظامی. گفتن خیلی جنایت کرده. حجم پول در گردش در ایران رو 1400 میلیارد تومان کرده. خیلی فاجعه بود. آقای روحانی گفت که این فاجعه است از لحاظ اقتصادی. وقتی خواست بعد از 8 سال بره، گفت 7.5 هزار میلیارد تومان، 6 برابر کرده بود حجم پول در گردش رو در کشور. و ما الان دچار یک بحران عظیم اقتصادی هست. اینها فقط جنایت به این اسمش نیست که یکی رو گرفتن کشتن و زندان کردن، این شکل بسیار عریانش. فقری که حاکم کردن، الان خدمتون عرض کردم که سازمان بهزیستی میگه که 27 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلقن، یعنی کمبود دارن از نیازهای کاملا اولیه زندگی. این واقعا جنایتی در حق این کشور که سرمایه هاش خرج 16 حراست بشه، خرج بنیادهای ششگانه بشه، خرج اون حوزه علمیه بشه، خرج 4 تا جنگ بشه. در سوریه هستیم ما، در عراق و یمن و لبنان هم هستیم، در همه اینها داره جنایت میکنه، خرج میکنه. چرا باید این کارو بکنه؟ الان میگن نیاز کشور ایران هست که 30 میلیارد دلار باید در زمینه گاز ما سرمایه گذاری کنیم، تا حالا 8 میلیاردش ممکن شده. چرا باید این پول ها از کشور فرار کنه؟ اصلا خودشون عنوان میکنن حداقل پولی که از کشور فرار می‌کنه 3 میلیارد دلار در سال. الان یه دزدی فقط توی مسئله آهن شده 91 هزار میلیارد، یعنی 3 میلیارد دلار. هنوزم معلوم نیست کی برده، کی خورده، کی چیکار کرده. اینها ظلمی است که به این ملت وارد شده و اصلاح طلبان بزرگترین ظلم رو اینها کردن. یعنی اینا وسط بازی کردن، به ظاهر نشون دادن که ما طرفدار مردم هستیم، به باطن طرفدار استبداد حاکم است. ولی دعواشون سر قدرت نه، که دو سیاست متفاوت دارن. میگه یه ذره اگه فشار نیاریم میتوانیم بیشتر حکومت کنیم. اون طرف دیگه میگه نه، اگه یه ذره رم اگه کوتابیان رفتیم، نه از سر دلسوزی است، از سر ماندگاری بر قدرته. برای من اصلاح طلب خیلی خطرناکتر از جناح مقابلشه، چون ظاهر خود و باطن خود چه نشون نمیده، وسط بازه.
و این وسط بازی یک خصلت بسیار بدی است. امیدوارم پاسخ داده باشم. خیلی ممنون آقای گلزار، خیلی کامل جامع توضیح دادید اصلاح طلبان رو که چه جور موجوداتی هستن واقعا. آقای آتشک هم بی خود نیست که میگن اصلاح طلب و سوگرا دیگه تموم شد ماجرا، مردم خوب هوشیار شدن، بالاخره کلا دیگه سرشون نمیره. بفهم. با عرض خسته نباشید جناب. بفهم. که خود شما جزء فعالان اقتصادی هستین تا اونجایی که من میدونم، میخواستم نظرتون رو بپرسم ببینم که الان باید فعالین اقتصادی و اونهایی که توی بدنه اقتصاد هستن توی این جنبش چه جایگاهی داشته باشن و چه کاری انجام بدن، مثل انقلابی که شد و صنعت نفت اعتصاب کردن و باعث شد که دیگه نفت تداوم پیدا نکنه صادراتش، حالا باید چه کار کنن؟ ممنون میشم توضیح بفهم. ببینید اعتصابات همیشه از بخش فرهنگی شروع میشه، با معلمین شروع میشه و دانشجویان و محصلین اینا. الان میگن که چون محصلین رفتن مدارس اعلام بشه که دبیرستان ها میخواهن با دانشگاه ها یگانگی پیدا کنن سر مسئله اینکه اعتصاب کنن. معلمی رو هم طبق اون 11 اطلاعیه که امروز اومده بیرون، دانشگاه ها گفتن شما هم اساتید دانشگاهی به ما بپیوندید، نری سر کلاس. خب اولش خیلی جای سوال داره. میدونید که کسانی که الگو میشن تو جامعه تعدادشون خیلی کمه. اینها یه شهامت‌های فوق‌العاده از خودشون نشون میدن، بعد ترس رو از جامعه میگیرن. مثل که مثلا شما الان میخواد یه شغلی پیدا کنی در آلمان. بعد هر کی میرسه میگه نکن این کارها. یکی میاد میگه آقا چرا این کارو نکنی؟ یه نفر فلان جای آلمان زده و کرده و موفق شده. این کار رو کرده، شما شهامت پیدا میکنه که میگه اه پس اگر اون موفق شده چرا من نشم. این سوال اساسی است که هر کسی به خودش از خودش میپرسه و پاسخ میده که پس منم توانا. حالا جامعه کسی باور نمیکنه جوانها بیان در مقابل نیروهای سرکوب که اینها تفنگ دارن امکانات دیگه هم دارن از خودشون دفاع کنن. حالا دفاع میکنن، یه عده میگن دفاع نکنید. نه، در جنگ دفاع مشروع است، خشونت نامشروعه. میگه اگه کسی اسیری خودشو به شما سپرد، شما بعد ازش پذیرایی هم بکنی، نه که بری سرشو ببری. میگن آقا نرید این کارو بکنی. خب بس بنابراین جامعه اگه نکنه مسئلهش حله. اما اگر که از مسئله فرهنگی اومد جلوتر به ادارات کشیده شد، مسئله نفت دو تا شریان اصلی که اقتصاد ایران بهش وابسته است، نفت است و گاز، در حال حاضر بخشی از صنایع هم به اون پیوسته، مثلا فولاد، سیمان، آلومینیوم، مس، اینها رو یاد گرفتن که خام فروشی کنن و به اینها هم وابستن. بنابراین اگر که به اونجا بکشه، برفرض کارگران کارخانه آلومینیوم بگن ما آقا حقوقمون نمی صرفه برای ما، این چه زندگیه، نیان سر کار، کافیه یه هفته نیان سر کار کوره ها رو خاموش کنن تا بیان کارخونه رو دمارتو از راه بندازن، اینها میتونه یه تأثیرات بسیار عمیق لحاظ اقتصادی بر اون کشور وارد میکن و اینها رو ناتوان میکن. اما اگر همه با هم در صحنه بیان، امکان این که حتی به اون مرحله هم نرسه هست. یعنی این استبداد اینقدر جنایت کرده که قبل از این که اون رو محاکمه دادگاهی بکنن و در مقابل یک دادگاه عادل که من باورم بر اینه که عفو عمومی باید باشه و اون کسانی که دست در جنایت داشتن بیان جلوی مردم بگوین ما چه کردیم، نه مثل اون که آقای خمینی تعهد سپر در ایران که بروم عفو عمومی رو میدم. تعهد سپرد، تا وارد ایران شد آقای خلخالی و لاجوردی و گیلانی و ریشهری رو انتخاب کرد دادستان انقلاب، اینا رفتن جنایت کردن، از حد و حساب گذروندن، چون باور بهش نداشت، باور به عفو عمومی نداشت. ما نه، باید خواهان عفو عمومی بشیم. اما آقای خامنه‌ای و تمام کسانی که در این قدرت جنایت کردن در یک تلویزیون آزاد باید جلو مردم دادگاهش باشه، عدالت کامل، بیان حرفاشونو بزنن،
بگن چه شکلیش رفتیم ما قرارداد نوشتیم با چین 25 سال میخوایم ایران رو زیر قرضه ببریم، چه شکلی با روس‌ها، چرا میخواستیم بمب اتم بسازیم و یک نسلی رو نفله کردیم، چرا 8 سال جنگ رو ادامه دادیم، جنگی که در خرداد 60 اولین رئیس جمهوری سران کشورهای غیر متعهد رو دعوت کرده بود، 3 جلسه با اینها صحبت شده بود، رفته بودن با صدام حرف زده بودن، عربستان سعودی پذیرفته بود 80 میلیارد دلار خسارت میده، عراق پذیرفته بود ما 15 کیلومتر از مرزها دور میشیم، چرا شما کودتا کردید، آزادی خواها را کشتید و 8 سال جنگ رو ادامه دادید؟ اینها باید بیان پاسخ بدن. البته تا اون موقع جامعه باید اتحاد بیشتری پیدا کنه و در یک دادگاه عادلی. نمونش هم هست در آفریقای جنوبی، ماندلا و اون آقای اسخف توتو اینها گفتن که نه بیایم یه دادگاهی بذاریم همه مردم هم ببینن. اینها میمدن و میگفتن چه خطایی کردیم در مقابل مردم، به اصطلاح اظهار پشیمانی میکردن و مستقیما به اون خانواده ها میگفتن که چه بلای سرشون آوردن در مقابل مردم. جو خشونت طلبی که سیاه پوستان میخواستن از سفید پوستان انتقام بگیرن، این جو رو دگرگون کردن. امیدوارم که در وطن ما هم این شعارهایی که بعضی از گروه ها و احزاب میدن که باید آدم کشی کرد، این وسیله نشه. چون به مجردی که شما گفتید اینو که خیلی بدن بکشیم، با بدا شروع میکنن، بعد میان سراغ خوبا، بعدم که خوبا رو کشتن میشن حاکم. تو مرتبه فرزندان من که دیگه من نوه های من میشن، فرزندان شما هم باید بیان دو مرتبه بجنگن با اونا تا ما بخوام اونا رو از بین ببریم. اینه که از امروز عدالت خواهی رو باید روش کار خودمون بکنه. ولی حرف شما درسته، به آرام آرام که پیش میریم باید تحسن ها و اعتصابات شکل بگیره. البته بازاریان چندین بار این کارو کردن، این دفعه میتونن نقش بسیار مهمی از خودشون نشون بدن. در انقلاب ایران هم بازار بود که بست، بعد بقیه بستن و همه گفتن مردم در گرسنگی خواهند مرد. من در اصفهان بودم، 3 ماه حکومت نظامی بود، آقای ناجی هر کسی رو هر جا پیدا میکرد میکشتند و به زندان میداختند، ولی مردم همه بازار رو بسته بودن، نونوایی ها کرکراشون پایین بود، نون رو میپختن از سقف یا از دیوار پشتی سوراخ کرده بودن، نون به مردم میدادن و همه میدید نون گیرشون میاد، همه به هم کمک میکردن تا اینکه یه تحولی شد. امروز هم حالا نسل جدید فوش میده به نسل قبلی، این عمل کرده نسل قبلی رو داره انجام میده و امیدوار هستیم دموکراسی بشه که دیگه فردا نسلهای بعدی نیان ایراد بگیرن بگن چرا این شکلی شد چرا اون شکلی شد. آقای گلزار عزیز خیلی ممنونم. البته در مورد چرایی رفتارهای آقای خامنه‌ای و دیگران سوالای خیلی زیادی است. اعدامهای 67 همین اواخر که جلوگیری کرد از ورود واکسر کرونا و خیلی از آدم ها کشته شده متاسفانه، هواپیما اوکراین و خیلی موارد دیگه، باید ایشون پاسخگو باشه. البته امیدواریم ایشون نمیرن، ایشون زنده بمانن، آزادی ملت رو ببینن و پاسخگو باشه. بله دقیقا. و مورد دیگه در مورد این اعتصاب ها خیلی نکته خیلی واقعا حائز اهمیتیه، چرا بازاریا وارد نمیشن به این موضوع؟ من جایی خوندم که اولین اعتصاب رو توی سال 57 انقلاب 57 اداره برق انجام داده، بعد وزارت نفت گویا، بعد بازار. به این شکل بود. البته نه، بازار مناطق مختلفی بود که مثلا بگیریم در نجف آباد ماها قبل مردم خیلی از مغازه ها رو بستن، امورات مردم رو انجام میدن، به ظاهر میگفتن ما بستیم کار نمیکنیم، اما خب مردم نیازهایی داشتن، نیازها رو برآورده میکرد. اصفهان که 3 ماه اعتصاب عمومی اعلام کردن، در مشهد نمیدونم 1 ماه و نیم یا 2 ماه اعتصاب عمومی اعلام کردن که بازاریان بستن، اما خب ادارات اونها هم به فراخور حرکت میکنن. اما مثلا اداره برق که بسته، این نبود که برق نبود،
کارمندا اعلام کردن که ما کار نمی‌کنیم. مثلا در شرکت فلور من خودم کار میکردم، پالایشگاه اصفهان رو میساختم، گفتن که تجمعات شده بود، تازه اول اعتراضات 57 شده بود، کارگرها خیلی ساده رفتن اعتراض کردن که حقوقای ما خیلی کمه، حقوقا رو برید بالا. و چون در شهرهای دیگه اعتراضات شده بود، گفتم که ما نمیتونیم ببریم بالا، خیلی راحت گفتن ما کارخونه رو تعطیل میکنیم. 7000 نفر اونجا کار میکردن، اومدن بیرون. تا اومدن بیرون فردا اعلام کردن همه حقوقا رو بالا خواهیم برد. اما خب دیگه گذشته بود، یه ماه بعدش اصلا کارخونه رو مجبور شدن تعطیل کنن، چون که انقلاب همه جا رو گرفته بود، یعنی همه مردم تحسن کردن بودن. یعنی این به این شکل هست، اما اولش یه حالتی هست، اطمینان خاطری باید مردم پیدا کنن که این جنبش به راهی میرود که ما صدمه نمیخوریم، مثلا بازاریان اینا یا کارمندا. اگر دیدن این اطمینان خاطر رو پیدا کردن میپیوندن. فعلا روندش اینه که داره این اطمینان خاطر رو میده، اگر که سرخورده نشن یا یک حرفای زده نشه که مردم رو مایوس بکنه، امیدواریم که این تحول در اون بخشی که شما میگین ممکن بشه. دقیقا مایوس شدن مردم معنوش بر این است که همه همراه بشن باش، چه مایی که خارج از کشور صداشون میتونیم باشیم و چه همه عزیزانی که داخل کشور هستن. یکی از عزیزان پرسیده که پرستارها و پزشکان چطور میتونن توی ایران به مردم کمک کنن. در حالا تجربه اگه نگاه کنیم، من بذارید یه خاطره براتون بگم. اون زمان سال 57 حمله رفتن تو نجف آباد، میگفتن بیش از 130 مغازه رو آتیش زدن شب و حمله کردن بسیاری از خونه ها، مثل الانه که مثلا میرن فیلم هست که داره طرف تو خونه تیر میزنه، رفتن آدم ها رو تیر زدن تو خیابون هم همینطور. بعد دکترا بردن مریضا رو تو خونه های شخصشون مداوا میکردن، به این خونه ها حمله کردن، به چند تا خونه پزشک و دو تا از اون پزشکا رو کشتن. خیلی تجمعات زیاد شد، گفتن شما یه کار فوق العاده به ناحق کردید که اینها رفتن مریضا رو داشتن مداوا میکردن، بعد کردن خونه اونا رو موزه، همه میرفتن اونجا تماشا میکردن که خون ریخته و اونجا یه تختی گذاشته بود اینا. معلومه الان پرستارا کار خیلی عمده ای میتونن بکنن، مردم میتونن انجام بدن. با این تجربه سال 57 هم هست، در همه خونه ها باز بود، هر کی فرار میکرد تو هر خونه راش میدن، نمیپرسن عقیده چیه، مرام چیه، راش میدن. مردم غذا به هم میدادن، آب به هم میدادن، ساندویچ درست میکردن. من یادم نون و پنیر و سبزی تمام تظاهرات میدادن به مردم بخورن، آب و نوشابه میدادن. خب این کاراست که میتونن بکنن. پزشکا و پرستارام 100% در حال حاضرن کمک میکنن، چون اون جوانایی که الان تیر میخورن که اگر برن بیمارستان مشکل پیدا میکنن، معرفیشون شاید میکنن، اونا به خونه های پناه میارن که پزشکا و پرستارا میتونن اونا رو مداوا کنن و کار بسیار درستی هم میکنن. اینا یک جامعه باید یک همبستگی ملی پیدا کنه. این که میگن جنبش تا امروز خوب دوام آورده، برای که این همبستگی رو آدم حس میکنه که انجام داره میگیره و امیدواریم که ادامه پیدا کنه. خب دوستان دیگه اگر صحبتی دارن راهنمایی کنم با اشاره دست، اگر نه که من یک سوالی رو مطرح کنم. خب گویا سوالی ندارم. من از آقای عرابی بفرمایید. آقای عرابی سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. سلام عرض من خدمت آقای گلزار. یه سوال داشتم از حضورتون آقای گلزار. حالا با توجه به اعتراضاتی که انجام شده در ایران و خب خیلی ها همین الانش مصدوم میشن، اسیر میشن و حتی کشته میشن، چطوری میشه یه برنامه‌ای داشت به یک صورت هدفمند باشه این حرکت ها؟ نمیگم از طریق یک رهبر، چون که اون سری خود شما میگفتین که حرکتی که از طریق دموکراسی باشه احتیاج به رهبر و رهبریت نداره. میخواستم بدونم چجوری میشه که یک کم هدفمندتر باشه، که من بیشتر صحبتم به خاطر اینه که آبان 98 تکرار نشه، چون هنوز که هنوزه خیلی از بازداشت شده ها، هم اخبار که من سایت خبری که نگاه میکنم حکماشون تازه داره
صادر میشه، حکم حبس، حکم اعدام. بیشتر میگم نمیخواد مثلا همچین فکری بکنم که حتی 1% این اتفاق نیفته که مردم نتیجه نگیرن. بیشتر به خاطر اون دلیل میگم. مرسی. بله، اینکه مردم منتظر بشن یه نفر بیاد بهشون بگه چی کار بکنید، به نظر من انتظار اشتباهی است. گوشم نخواهم داد. برای اینکه اول اینکه در حال حاضر یه به اصطلاح سرخوردگی بزرگ این جامعه داره که 40 ساله داره هی به زور تحمیل میشه. اومده بزرگترین فریادش همین علیه این ظلم است. یه چیزی که داره خوب اتفاق میفته، نیروهایی که الان هستن مثل پلیس یا اینکه اون افراد که تربیت شدن برای سرکوب مردم، اینا با هم یک دل نیستن. پلیسا تو خیلی از فیلم ها میبینه که یک کسی رو میگن ولش کن بره. تو برخوردها قبلا بسیجی ها با موتور میمدن اینا، مردم فرار میکردن. الان تا اومدن چند تا مانو بدن دیدن نه، جوونا بیکار نمیشینن، عکس العمل نشون میدن. اما خب یه موقعی در شعارهای کلی سمت و سوی جنبش مشخص میشه. مثلا فکر کنید که اینها تمام سمت و سوی جنبش بشه حق طلبی، خب کسایی میتونن سخنگوی مردم بشن نه رهبر مردم بشن، چون مردم گوسفند نیستن که رهبر بخوان، مردم سخنگو میخوان. میتوانن سخنگوی مردم بشن که دفاع از حقوق میکنن. هر کسی دیگه نمیتونه بیا بگه آقا من از امروز دفاع میکنم. میگن خب این 30-40 سال گذشته کجا بودی که هیچ وقت دفاع نمیکردی؟ اگر سمت و سو بره به اینکه میگه میکشم میزنم داغون میکنم، اونایی که تا به حال حرف از کشتن و زدن و بردن کردن، میگن خب ما سخنگو میشیم. اونا دیگه نمیگن سخنگو، میگن ما رهبر هستیم، ما میایم به شما میگیم باید چی کار کرد، ما بیشتر بلدیم بکشیم. فعلا جامعه اینو نمیگه که من میخوام دنبال آدمی که بکشه میگردم، دنبال آزاده خواه میگرده. یه چیزی که مشخص شده الان 20 ساله که این جنبش عقب افتاده، برای اینکه تمام تلویزیون هایی که پشتوانه مالی دارن از عربستان و سعودی و غیره، اینها هی تبلیغ کردن که آینده ایران هست و رضای پهلوی هست و هیچ کس دیگه غیر از ایشون نیست و ایشون خیلی خواهان داره. حالا روز دهمه، دو فیلم من دیدم، تو یکی 30 نفر، تو یکی شاید 50-60 نفر میگن رضا شاه روحت شاد، نمیگن رضای پهلوی، میگن رضا شاه تازه روحت شاد. یه 30 تاست، یه 50-60 تاست. کسی فیلم دیگه ای داره برای من بفرست. هیچ جا شما شعار نمیشنوید. شعارهایی که من جمع آوری کردم بدون هیچ گونه غرضی 38 شعار جمع آوری کردم که این 38 شعار تو همه شهرها داده شد. حالا یه شعاری یه گوشه‌ای بدن فیلمی نبوده رو اطلاع ندارم. شعار از این نیست. پس الان یه وجدان جمعی یه بیان دیگه هم میکنه، یه تحول دیگه هم میخواد، یه تحولی میخواد فرای این که یه کسی بیاد یا شخصی یا گروهی حاکم بر اونها بشه. حالا باید منتظر بود ببینیم این وجدان جمعی خواهان چیست. اگر وجدان جمعی خواهان حق و حقوق باشه، من 40 ساله و بیشتر از 40 ساله در دفاع از حقوق بشر می نویسم، می خونم، مقاله می نویسم، مصاحبه می کنم، هر کدوم. بس اون موقع نتیجه میده این کانون حقوق بشر و کانون هایی که وجود دارن جواب میده که حقوق مداری خیلی مهمه. اما اگر جامعه ایران بخواد دنبال یه شخصی بره و یه حزبی بره، امکان این هم هست و اون موقع متاسفانه حتما استبداد نوعی حاکم خواهد شد. بذارید من یه توجه به شما بدم. وقتی که انقلاب شد، هر استبدادی یه سری ستون پایه داره. گفتن شرکت نفت ایران فقط فروشنده نفت بود، باید تحول کنه، یعنی ما منسوجات نفتی بفروشیم. ما یه ارتشی داریم در خدمت پادشاه بوده، اینو باید بکنیم شی ارتش ملی. گفتن که ما ساواک دیگه نمیخوان، یعنی چه که بیان مردم رو تحت فشار قرار بدن و بسیاری از چیزای این شکلی. تا که انقلاب شد یه پیشنهاد بود که آقای یزدی داده، گفته بیاید دادگاه های انقلاب درست کنیم، بیاید بسیج درست کنیم، ما سپاه درست کنیم، حالا کمیته هم که اولش بود.
اینا رو درست کنیم که اینها نگهبان انقلاب بگردن. نگهبان چی شدن؟ نگهبان ولایت فقیه شدن. ستون پایه های قبلی موندن مثل ساواک. نفتم که خام فروشی شد، گازم که خام فروشی شد، تازه بهش اضافه شد آهن و مس و غیره سیما، اینا هم که خام فروشیه که میکنیم. ما تولیدات آهن نمیفروشیم، خام فروشی میکنیم. خب کنارش هم به جای ساواک شد واواک، 16 تا حراست هم بس ساخت. بنیاد پهلوی رو هم اول گفتن آقا این بنیاد پهلوی خیلی عظیمه، اینا تقسیمش بکنیم بین وزارتخونه ها تموم بشه. آقای خمینی گفت نه خیر، فعلا آقای نمیدونم فکر کنم موقع کروبی بود این رو کرد مسئولش، فعلا ایشون نظارت کنه. از یه بنیاد پهلوی که شد بنیاد مستضعفین، 6 تا بنیاد دیگه هم درست شد، همشون از زیر یک بنیاد و از دادن مالیات هم محروم شد. این شده استبداد. حالا باید همین شکلی بمونه؟ نه، در آینده آنچه را که ما پیشنهاد کردیم و من پیشنهاد میکنم این که ستون پایه های قدرت باید تغییر کنن، مردمی بشون، ساختارشون تغییر کنه، نوع نظام نامشون تغییر کنه. ما دو تا ارتش داریم، نیاز اصلا به ارتش این شکلی نداریم، بسیج هم داریم 3 تا. این مردم چقدر باید بپردازن برای نگهداری اینها؟ پی نهایت زیاده. نقشی در تولید کشورم دارن که ندارن، پس باید این نقشه عوض شه، نقش پیدا کنن در تولید. ارتش باید کوچیک بشه، ما بمب اتم اصلا احتیاج نداریم و بسیاری از موارد دیگه که اینها ستون پایه های تخریب هستن، باید تبدیل بشن به در حقیقت یک کشوری که بر اساس دفاع از حقوق و دفاع از حقوق طبیعت، شهروندی و انسان تغییر محتوا بده. خیلی ممنون گلزار. من به صحبت‌های خوب شما اینم اضافه کنم که یک قش دیگه هم هستن که هر سال دریافت می‌کنن، بازدهی ندارن، که آخونده هستن حوزه‌های علمیه. اونم باید یه فکر اساسی. حالا دو تا آخوند داریم. ببین دو تا چیزه. یکی آخونده که از دیرباز یه قاعده داشته. اگر مردم میخواستن جیر مثلا با اونا یه پولی میدادن اونا زندگی میکرد. بعدم اگه هر کی درس میخوند و آدم خیلی خوب بود و خیلی خوب بود و عادل بود و اینا میشد فقیه. حالا نه، حالا هم تو پشت سر هم دیگه مثل چرخ گوشپرت کنه از این ور میریزن از اون ور فقیه میاد بیرون. اینها گرفتن مواجب دولتی باید محروم باشن. دلوقتي. اگر دوست دارن برن حوزه، برن حوزه. بعدم میگه من یه آدم خوبی هستم، بره آدم خوب باشه. میگه مردم بهش اعتماد میکنن، حقوقش میدن بدن. میگه نه من میرم بعد میشم معلم، میشم کارمند، بره بش مثل بقیه کشورها هم که این کارو میکنن. نمیشه در مثلا چیزای فرهنگی رو یا دینی رو بس. اما اینکه اینا از بودجه های فلان برخوردار بشن، نه دیگه، همچین قراری نیست. اینا زمان شاه هم بودجه میگرفتن، مخفی میگرفتن خیلی هاشون. میگفتن طلبه هایی که شاه داره، شاه هم هر وقت تو هر شهری میرفت 2000 تا طلبه 1000 تا طلبه میرفتن جلوش پیشواز آقا. برای چی؟ که اون نشون بده ببینید دین در اختیار منه، من در ید قدرت من. چون که 3 تا پایه داشته، بذارید اینو من توضیح بدم. 3 پایه داشته قدرت در ایران. یه پادشاهی بوده، بزرگ مالکی بوده و حوزه های علمیه، یعنی روحانیت. شاه گفت که این بزرگ مالکی مانع منه، در ایران از بینش برد دیگه، بزرگ مالکی ما نداشت. شد شاه خودش و گفت این روحانیت رو من میتونم تحت نظر خودم نگه بدارم با کمکهایی که میکرد و فشارهایی که بهشون وارد میکرد. و مثلا یه کسی مثل خلخالی رو تبعیدش میکرد، ازش یه آدم میساخت. یا کسای دیگه که اصلا نه شخصیت نه علمی بودن نه فرهنگی بود. انقلاب شد، انقلاب اومد سلطنت رو برد، موند روحانیت. حالا این روحانیت قبل از اون یه ارج و قربی بین مردم داشت، مردم یه احترامی برای فقها قائل بودن، آدمای عدالت خواهی بودن. میبینن آقای خمینی که یه فقیه بزرگی بوده هر چی گفته زده زیرش، میبخشید خیانت به امید مردم کرد.
این دیگه شکسته در مردم که این روحانیت میتواند نقش در قدرت داشته باشه. این پایه قدرت هم از بین رفته. خب اگه این پایه قدرت هم ما با تحولی که الان مردم شده میگن تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت که شعار میدن و بقیه شعارها، این رو هم کنار بذارن، ما زمین ساز یک دولت سکولاری که دین و ایدئولوژی درش نقش نداره، مردم و حقوق اونها نقش داره رو میتوانیم ممکن کنیم. میتوانیم، البته میتونه موانع دیگه هم پیش بیاد که امیدواریم همه اونها رو کنار بزنیم و تحول رو در ایران ممکن کنیم. اون موقع اون آخوندها رو هم دیگه حقوقشون رو نمیدن، حق هم با شماست. الان میگن 150,000 نفر جیر مواجب میگیرن، این همه امومزاده درست کردن، براش حقوق گذاشتن و بسیاری از خرجهای بیش از حدی که به وجود آوردن برای هیچ، برای تخریبه، در حقیقت برای تحول نیست، باید جلوی همه اونا گرفته بشه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگر دوستان سوالی یا نظری ندارن، من یک سوالی رو مطرح کنم. اجازه بفرمایید. اینجا نوشتن یک بار دیگه از اهمیت اتحاد و دوری از خشونت در اجتماع ایرانی خارج از کشور بفرمایید. توضیح دادم البته که حالا اگر کسانی خواستن خشونت طلبی کنن باشون همراه نشیم، اونهایی هم که شعارهای خشونت طلب میدن میتونیم باشون همراه نشیم، اونهایی که شعارهایی میدن که توش وابستگی است باشون همراه نشیم و در حقیقت ما رو تنها بذاریم. وقتی تنها شدن یواش یواش منزوی میشن. یه ده هستن که یهو میرن 100 تا پرچم درست میکنن و میان و تبلیغات میخوان بکنن، یه جامعه بلند شده برای حق طلبی، اینها اومدن به قول قدیمی هم گفتن میوه چینی. نه، خب باید از اونها دوری کرد و در حقیقت در دام اینها نیفتاد و کار درستی نیست. یعنی میکشم آخرش اون کسی که بیشتر میکشه به قدرت میرسه. اینا باید یادمون نره. این نیست که اون کسی که میگه میکشم فردا بیاد که من عدالت خواهم. نه، شما سوال درست میفهمید. بله آقای حمزه‌زاد. بله حمزه‌زاده هم سوال دارن، بفرمایید. درود مجدد خدمت دوستان و همکاران. جناب گلزار، من این سوال داشتم در واقع تو این چند روزی که این اعتراضات هموطنهای ما خارج از ایران داره برگزار میشه، هموطنهای کردمون از اونجایی که موضوع برنامه امروزمون هم حق طلبی اقوام ایرانی هست، برای من یه سوال پیش اومد که هموطنهای کردمون یه پرچمی برمیدارن میارن اونجا و حالا همه همون میشناسیمشون، که یه بار من توی اینستاگرام با یکشون صحبت کردیم که واقعا حق خودشون میدونستن این کار کنن، ولی من بهشون از نظر من اینه که این حرکت زیاد اتحاد رو نشون نمیده. حالا من کاری ندارم با هیچ چیز دیگه‌اش که درسته غلطه، اینا اصلا کاری با این داستان ندارم، ولی اینکه تو این موقعیت تو بین خارجی‌ها ما اصلا چند تا پرچم مختلف بیاریم به نظر من اصلا قشنگ نیست. کسی که از اون به این موضوع نگاه میکنه زیاد، حالا دوستانم خیلی تحلیل‌های قشنگ و شاید هم به حقی داشتن، من نمیگم اشتباهه، ولی اینکه واقعا چجوریه، شما نظرتون چیه در این مورد؟ یعنی دوستان باید این کارو بکنن یا نکنن؟ حقشو دارن یا حقشو ندارن؟ یا اصلا کی باید واقعا به این خواسته هاشون برسن؟ چون یکی از دوستان میگفتش خب الان آلمان هم همینطوره، هر ایالتی برای خودش نشونه خودشو داره، ولی خب اینا هم مثلا این نشونه رو میخوان به عنوان پرچم خودشون داشته باشن و استفاده کنن. ولی من گفتم خب الان این الان موقعش نیست، شاید بعدا بخواین کار کنین، ولی امروز روز که شما این کارو میکنید به نظر من جز این که بخواد ناخواسته، البته صد البته که ناخواسته، باعث میشه که اختلاف پیش بیاد و به نظر من قشنگ نیست. حالا خواستم نظر شما رو بدونم در این مورد. نه، اینکه شما گفتید کاملا درسته، در اینکه چه بخوام چه نخوام ناخواستم تولید تفرقه میکنم. حالا این مردم برای مهسا این رو از خودشون میدونن، خواهر خودشون میدونن، دیگه نمیگن که تا حتی میگن تو که تو قسمت کرد هستی ما با شما یکی شدیم. حالا اون میاد میگه با پرچم و چیزش میگه یکی نیستن. طرحشون چیه؟
شما لطفا برید مطالعه کنید، اینا طرحی دارن، برنامه‌ای دارن، راه حلی دارن؟ ندارن. میگویند که در آلمان هم اینجا فدراله. بپرسید از فدرال چی میفهمید؟ چه شکلی میخواید فدرالش کنید؟ آخه اگه فدرال میخواید بشید، آلمان یه گذشته ای داره. آلمان ایالت هایی که داره اینا هر کدوم پادشاه خودشو داشته، منطقه های کاملا مشخص بوده. بعد که اومدن فدرال کنن، گفتن یه دولت مرکزی اما فدرال، هر کسی خود مختار عمل میکنه، هر کسی خود مختار عمل میکنه و یه قانون گذاشتن که خوب عمل میکنه. آلمان یه کشوری با این کوچیکی 85 میلیون جمعیت مقام اول صادرات دنیا رو داره. حالا یه سالی کم چین بیشتر داره، یکم آلمان کمتر، ولی نسبت به جمعیتش نگاه کنیم مقام اول، 1000 میلیارد دلار در سال صادرات. نقش ایالت ها کاملا مشخصه، نقش نهادهای مردمی کاملا مشخصه در این فدرال ها که از پایین چه شکلی فعال هستن، میرسن به اصطلاح مجلس های منطقه‌ای، مجلس های منطقه‌ای نقش دارن در مجلس کلی کشور و تحول رو ممکن کردن شده یک کشور. مثال در اگر هموطنای کرد ما بخوان در ایران بگن کردستان رو جدا میکنیم، تا کجا میخوان جدا کنن؟ رضایه نصفش مال اوناست نیست، سنندج هست و بانه و نقده و کجا اونور، تا همدان تا کجا میخوان برن، تا خوزستان تا کجا میخوان برن، چه نقشی میخوان پیدا کنن در اقتصاد کشور؟ نمیگن. اگر مسئلهشون زبانه، ببینید زمان انقلاب هم همین شد، مردم انقلاب کردن، اینا از فرداش اون کومله رفت از عراق و از روسیه اسلحه گرفتن، شروع کردن به تیراندازی و کشتن و گرفتن و بستن. مردم کردستان هم طرفدارشون نبودن. بی خود میگم که ما احزابی هستیم که همه کردستان طرفدارمون. چی کار میخوام بکنن؟ اگر بگن نه ما میخوایم جدا بکنیم یک کشور بشیم، این حقو ندارن. برای اینکه این وطن مال همه است، همه مردمه. اگر همه مردم ایران اومدن در رأی یک رأی گیری گفتن آره شماها جدا بشید، حدودش هم مشخص کردن، اون موقع خب حق با همه مردم ایرانه که نظر بدن. اگر همه مردم ایران گفتن نه، اونا به چه حقی میخوان بگن ما جدا بشیم؟ میگن زبانمون رو میخوایم نگه داریم. خب نگه داریم. آداب و رسومونمون رو، شلوار کردی و لباس کردی، خب داشته باشه، کسی نگفت. میخوایم رادیو تلویزیون داشته باشیم، داشته باشیم. روزنامه میخوان داشته باشه. میخوایم در منطقه‌مون این شکلی کار کنیم. اگر من اصلا فارسی نمیخوام یاد بگیرم، نمیخوام برم تو قسمت‌های فارسی یا ترک یا هر جای دیگه زبان کار کنم، خب بره تو منطقه خودش بمون. راه حل باید بدن، راه حل ندارن. راه حلشون وقتی شما خوب دقت میکنی جدایی طلب است. میگه ما میخوایم تیکر رو جدا کنیم. چی کارش کنیم؟ اونا که خیلی مثلا جزء فهمیده هاشون هستن، میگن ما میشیم فدرال، دولت مرکزی باید برای ما بودجه بذاره و از ما پشتیبانی کنه، ولی ما خودمون میدونیم چطوری خودمون اداره کنیم. آها میبخشید، اینا همه وطن با هم دیگه، مثل که شما الان یه گروه 20 نفره هستی تو این بخش از کانون، یه کسی بگه من هر کاری دلم بخواد میکنم، میگن نه آقا این یک کمیته است برای خودش، شما هر کار نمیتونید بکنید. یه مجموعه است، وطن یه مجموعه است، در این مجموعه اقوام مختلف هستن، یکی از اون اقوام اقوام کرد زبان هستن. اول انقلاب اینا یه سری خواسته داشتن، یه هیئتی رفت با اونها صحبت کرد، همه خواسته ها رو قبول کردن، گفتن میخواید کلاس براتون قبول داریم، روزنامه، مجله، رادیو، هر چی بخواید، آداب، رسوم، همه رو قبول داریم. توافق رسیدن، برگشتن اومدن تهران، بنا شد دیگه اونا آدم کشی نکنن، تیراندازی نکنن. فرداش حمله کردن به مراکز نظامی و ژاندارمری و منطقه و اینا. پس حرفشون این نبود که ما اون خواسته ها رو داریم، یه چیزی فراتر از اون میخوان. الان هم همینطوره، وقتی میان صحبت میکنن، صحبت ها کاملا شفاف نیست، وگرنه یه جنبشی در کشور شروع شده، شما هم همگام بشید، همراه بشید، یگانگی به طلبید با این ملت، دوگانگی نطلبید که باعث نفاق بشه. بعد که تمام شد میگید ما 20 خواسته داریم، حزب دموکرات، کومله و بقیه مردم کرد.
بیان خواسته هاشون رو بنویسن. اوناش که از لحاظ حقوقی درسته، با حقوق ملی همخوانی داره، پذیرفته میشه. اونا که نمیشه میگن خب زور نگید دیگه، لطفا نمیشه، خلاص شده رفت. به همین سادگیه میشه حرف زد. ولی وقتی شما میگی یک فدرال میخوایم که فقط کرده جدا بشه، بقیه هم نه، و این یه چیز ناحقیه. برای چی باید جدا بشه؟ چه شکلی میخواید هزینه های خود رو متقبل بشی؟ حالا ما یه قانون اساسی نوشتیم، یه پیشنهاد کردیم. در اون قانون اساسی میگیم ایران 30 تا دونه استان داره. اول خواستیم بر اساس اقوام جدا کنیم، دیدیم خیلی سخته، اما بر اساس استانها خیلی راحت. 30 تا استان داره، یه مجلس درست میکنه، مجلس استانها. هر استانی 2 تا 3 تا نماینده میره اونجا. اینها کمبودهای اقتصادی فرهنگی، مخصوصا اقتصادی اون مناطق رو میبرن در اون مجلس به بحث میذارن. مثلا میگیریم فلان استانی که در جنوب ایران هست خیلی فقیره، میگه آقا ما این خواسته ها رو داریم، این امکانات رشد رو داریم. میگن خب حالا که شما این امکانات رو دارید، از بودجه کشور این امکانات رو در اختیار شما قرار بدیم تا اون منطقه هم آباد بشه. و این مناطق بعد از چند دوره که بگذره همه متحول میشن، پولا همش خرج چند تا شهر بزرگ در کشور نمیشه، بلکه همه کشور امکان تحول پیدا میکنه. و این راه حله، این راه حل برای کردها هم دادیم که 3 تا استان شامل حالشون میشه چون پخش هستن. حالا اگه مردم در منطقه آذربایجان هم که بخشش کردها هستن به اونها رأی دادن، نماینده کرده میره اونجا. اگه قبولش نداشتن خب به یه ترک رأی میدن. با این حال اون میتونه بره حقوق اون مردم رو اونجا خواهان بشه. ولی شما هیچ راه حل نمیدی، میگه من یه پرچم دارم. خب داری، حالا بر فرض بکن فردا لورم همین کارو بکنه، ترکمن هم همین کارو کنه، بلوچ هم همین کارو کنه، عرب هم همین کارو، فارسا نمیدونم کجا قرار میگیرن. اصلا خب این وطن دیگه میشه 20 تیکه، تیکه تیکه میشه. بعد با یک وطن تیکه تیکه میخواد چیکار کنی؟ حالا یه سوال من همیشه از دوستان کرد کردم، جواب نمیدن. این اروپا برای اینکه بتونه در مقابل قدرت جهان که چین باشه و هند باشه و برزیل باشه و مخصوصا آمریکا باشه و روسیه عرض اندام بکنه، گفته یک اتحادیه درست میکنم، همه اینا چسبیدن به هم دیگه که یه بشن یه قدرتی. حالا ما یه وطنی داریم خیلی وطن پهناوریست، میگیم اینا تیکه تیکش میکنیم دیگه، قدرتی که نیست، کشورهای کوچیکی میشن که راحت میتونن بیان صاحبشون بشن، خیلی راحت میتونن بشن. دنیا واسطه منابع ما رو بخوره، ما میخوایم مستقل بشیم، آزاد بشیم که بتوانیم این منابع رو در تحول حرکت بیاریم. و حالا یه عده بیان به قول شما پرچمی بیارند و شعاری بدن که این دوگانگی به وجود بیاره، این رسم اتحاد نیست. خیلی ممنون آقای گلزار. آقای شفای خیلی مقدم و بفرمایید، شما رو بشنویم. سلام دوستان، خسته نباشید. مرسی آقای گلزار. من دو تا پاسخ کوچولو دارم. یکی راجع به این که در تظاهرات وقتی میرید دوستان میان هر کسی با پرچم خودش، متاسفانه نوع اندیشه، چون اندیشه حقوق بشری نیست، اندیشه احزاب هست و راجع به حق خودشون صحبت میکنن، در هر جایی علاقمندن که خودشون رو نشون بدن. حالا چجوری نشون بدن؟ پرچماشون رو بیارن. به همین دلیل هم هست که من عنوان میکنم در تظاهرات جمعی همکارای ما به عنوان ابزار وارد نشن، چون به مجردی که اونجا برید یه پرچم بالا سرتون، حالا یا شیر خورشید داره یا ستاره داره یا نمیدونم رنگ دیگه یه مدل دیگه ای، اصلا کاری به اندیشه هاشون ندارم. این واقعا اشتباه است. من یه بحثی هم جایی داشتیم با آقای گلزارم بودن، من گفتم خب این کار در واقع تبلیغ برای خودشونه، یعنی نمیاد از محسانامی یا از جنبشی که در ایران داره اتفاق میفته هر بسای دفاع کنن، میان که تبلیغ خودشون رو بگن ببینیم ما اومدیم. این اون چیز غلطه، این اون چیزیه که خودنماییه و من اصلا تایید نمیکنم. اما در رابطه با صحبت مفصلی که آقای گلزار کردن در رابطه با بحث کردها، من اعتقاد من در این هست که هر قومی، هر ملیتی،
حق خودش میدونه و میتونه استقلال داشته باشه، هیچ مانعی نداره. چرا؟ چون ما داریم نگاه حقوق بشری میکنیم، یعنی هر گروهی میخواد استقلال خودش، طبیعیه اونجا با اندیشه جمعیشون، با نگاه جمعیشون اون کار رو انجام میدن. ما از پیش نریم براشون فکر کنیم بگیم کردها شما نمیتونید، یا آذربایجان یا ترک ها شما نمیتونید، یا بلوچ ها شما نمیتونید. من خواهش میکنم که این ذهنیت رو ماها به عنوان فعال و بشر نداشته باشیم که بیایم برای دیگران نسخه بپیشیم، ولی میتونیم همراهی کنیم باشون، میتونیم باشون بحث کنیم، میتونیم وارد مذاکره بشیم، میتونیم وارد صحبت بشیم. من این کارو واقعا بارها کردم در زمان شاید 17 سال پیش تو برمن تو تلویزیون اصلا جلساتی داشتیم در رابطه با کردها، عربها، ترکمنها، عرض کنم قشقایی‌ها، و همین بحثا رو میکردیم به اضافه پادشاهی. و من عنوان میکردم، میگفتم این حق اوناست که هرچی دلشون میخواد بگن. حالا اونا هرچی دلشون میخواد میتونن ادعا بکنن، ولی تا کجا میتونن جلو برن؟ تا جایی که جامعهشون بپذیره. یعنی اگر یک گروهی که مثلا میگن ما مستقل میخوایم بشیم، به عنوان کرد میخوایم کردستان آزاد داشته باشیم، خب باید ببینیم آیا جامعهشون میپذیره. یا عرب ها مثلا میان میگن، یه گروهی هست به نام الاهواز، خب اگه فرض کنیم اینا بگن ما میخوایم مستقل بشیم، خب چند تا طرفدار داره؟ چقدر از اعراب طرفدار آقایون هستن؟ اگر 4 میلیون هست، اگه اینا 100,000 نفرم باشن، باز دنبالشون نمیرن. اینه که اینا همه نیاز به این داره که ما مبنا رو بر این نذاریم که تو حق داری، تو نمیتونی. این اجازه رو به خودمون ندیم، اجازه بدیم اندیشه‌هامون رو منتشر کنیم، بگیم آقا ما یک خانواده هستیم و این خانواده باید در کنار هم باشه. خیلی عالیه که در کنار هم باشیم. مثلا منی که فرض کن توی خانواده هستم، اگه پدرم کتکم بزنه من فرار میکنم، اگه محبت بکنه خب من میمونم، برای چی باید برم؟ اگر یه مملکتی ما داشته باشیم، حالا به هر اسم و رسمی، جمهوری، چیچیی، هرچی، من اصلا اظهار وجود نمیکنم، ولی به هر حال دموکراسی باید باشه. وقتی این دموکراسی اونجا حاکمه، تک تک آدم ها در تصمیم گیریشون هستن، تک تک مجموعه ها باید حرکت بکنن، و اون موقع جامعه جامعه سالمه دیگه، دلیلی بر جدایی نیست. مثال آلمان زده شده، ببینید الان در آلمان از سال 1974 ایالت بایر اعلام استقلال میخواست بکنه، الان 2022 داره تموم میشه، نه تیری انداختن، نه توپی در کردن، نه توهینی به هم کردن، هنوز هم سر جاشه. گفتن آقا بیا، با هم نشستن مذاکره کردن، حل و فصل کردن. چرا؟ چون اندیشه ها بازه، ذهنیت ها بازه، آدم ها منافع فردی رو که میبینن، منافع جمعی رو میبینن. در واقع اینه که بیایم ما ها که الان داریم جدوی جمعی، مخصوصا راجع به اقوام داریم صحبت میکنیم، این اجازه اندیشه رو به اقوام بدیم و ما هم در کنارشون همراهی کنیم. منی که مثلا ترک هستم در کنار عرب باشم، منی که تهران به دنیا آمدم در کنار نمیدونم ترکمن و قشقایی و اینا باشم، اجازه بدیم اونا درک بیشتری از مفاهیم همراهی و دوستی داشته باشن. اما من کاملا مخالفم با این تظاهرات که جنبه فقط تبلیغ داره، فقط جنبه تبلیغ داره. من از دوستانم هم خواهش کردم دوستان میتونن تو تظاهرات برن شرکت کنن، اما نیازی به تبلیغ نیست. شما برید حرفتون رو بزنید، کارتون رو انجام بدین، عکسی میخواییم ببرین نشون بدین بیاین. اما نه لازم بگید آقا مالا حقوق بشری، نه لازم بری برگرد بگید من مثلا با این پرچمم یا با اون پرچمم. مرسی، ببخشید. آقای شایگان صداتون قطع بود. آقا درست شد، درخشید. آقای رای بفرمایید، ما شما رو میشنویم.
میبخشید با سلام، میکروفون من قطع بودش. من هم چند تا نکته رو میخواستم بگم. صحبتهای آقای گلزار رو، صحبتهای خوب آقای گلزار رو شنیدم. در تظاهراتی که من شرکت کردم چند تا ضعف دیدم. یکی این که اصلا شعار دموکراسی نبود. نمیدونم در شهرهای دیگه اروپا هست یا نه، شعار استقلال نیست، شعار لایسیته نیست، شعار جمهوری نیست. اگر شعارها فضای این تظاهرات نشون میداد، این ضعف‌ها نشان دهنده میتونه باشه در میلی که برگزار کننده های تظاهرات دارن. حالا اگر مردم در این تظاهرات خودشون شعارهای جداگانه دادن، خب مسئولش خودشونن، اما کسایی که برگزار میکنن صرف نظر میکنن از شعار استقلال، صرف نظر میکنن از شعار جمهوری، صرف نظر میکنن از شعار دموکراسی و شعار لایسیته، این یک ضعفی رو میرسونه و این نمیتونه اتحاد رو تقویت کنه. نکته دیگه که در تایید صحبت‌های آقای گلزار میخوام بگم، فدرالیسم در واقع برای جمع شدنه، نه برای جدا شدن. یعنی ما سیستم فدرال اگر را میندازیم یا سیستم کنفدرال حتی اگر را میندازیم، برای این هستش که با هم یک نیرومون رو جمع کنیم، نه اینکه نیرومون رو سبک کنیم. بنابراین در اگر میخواد عرب از گیلک دفاع کنه، گیلک میخواد از ترک دفاع کنه، از لور دفاع کنه، از قشقایی دفاع کنه، این راه شهروندیه. موقعی که من از حقوق شهروندی دفاع میکنم، یعنی که دارم از حقوق همه دفاع میکنم. کسی که میاد میگه که قوم من یه سری خصوصیاتی داره، من چون در بحث سازمان ها شرکت کردم میدونم چه بازیایی هست. به جای استقلال میگفتن غیر وابستگی. موقعی که بهشون توضیح میدادیم غیر وابستگی معنی استقلال نمیده، بعد از یک ماه میگن این تلفنیه که به من گفت اشتباه شد چون قاره دیگه نمیتونست بکنه، به اینجا کشید. یا موقعی که میگویند فدرال، منظورشون این هستش که در واقع یه جوری خودشون رو جدا کنن و میگویند بعضی از این سال رهبری که از سازمان های کرد کومله میگفتش که ما تو این مدت نشان دادیم که از نظر فرهنگی از قوم‌های دیگه ایران، از ملت‌های دیگر ایرانی بالاتریم. یعنی ما یه فرهنگ سیاسی داریم که بالاتریم. این نشان دهنده به نظر من این هستش که ما یه ضعف بزرگی رو تو جامعه ایران داریم و اون ضعف جامعه سیاسی ایران هستش. جامعه سیاسی ایران یکی از ضعف‌های بزرگی داره اینه که هدف مبارزه رو مشخص نکرده. و بنابراین چون هدف رو مشخص نکرده، معیارهای مبارزه رو مشخص نکرده و بنابراین استراتژی مشخصی نداره. مردم مبارزه میکنن، میان تو خیابون، مثل همین دفعه میبینید یه عده جلو میفتن و به جای اتحاد جدایی پیش میارن. یعنی میخوان بگویند که ما برتریم، ما این کار رو میتونیم بکنیم. در صورتی که دموکراسی اگر به معنی اداره کردن جمعی ما باشه، ما میخواییم آقا بالا سری بالا سرمون نباشه، یک حاکمی نباشه، میخواییم حاکمیت رو از بین ببریم، بگیم با هم میتونیم اداره کنیم. با هم اداره کردن هم تنها از طریق حقوق میشه، برای که حقوق قواعد جهان شمول هستن، تبعیض درش نیست و بنابراین با حقوق هست که میتوان از بازی های ایدئولوژیک جلوگیری کرد. من موقعی که میگویم شهروند هستم، حقوق دارم، من حقوق ملی دارم، من حقوق انسانی دارم، یعنی شما هم دارین، تبعیضی هم قائل نیستم، ولی موقعی که میگویم این فکری که من دارم، این تفسیری که من دارم خوب است، زیباست، بهترین است، در واقع دارم اینجا میگویم که شما هر عقیده که داشتید من تغییرش میکنم، قبولش ندارم، یا اگر هم قبول بکنم پایین تر از عقیده خودم میدونم. بازی های جنگ 72 ملت میشه. بنابراین نه تنها لازمه که ما به فکر حقوقی کردن دولت باشیم به معنی قوای مختلف، بلکه لازم است که جامعه سیاسی ایران هم یک فرهنگ در واقع دموکراسی، فرهنگ حقوقی رو تمرین کنه
و نظرات سازمانی خود رو، نظرات ایدئولوژی خود رو ازش یک بیان حقوقی بیرون بدن. من که چپ هستم، با شمایی که ملی هستی، من با زبان چپم با شمای ملی صحبت نمی کنم. من با زبانی به شما صحبت می کنم که هم شمای ملی می فهمید، هم من چپ می فهمم. اون زبان مشترک زبان حقوقی است. بنابراین این فرهنگ به نظر میاد که یک مقداری جنبش ها رو نمیتونه در حال حاضر سخنگوشون باشه، حداقل حالا من رهبری رو قبول ندارم سخنگوشون باشه. این است که جوانهای ما و نسلهای قبل از جوانهای ما ارتباطی رو که با هم دارن، این ارتباط بر مبنای تجربیات شخصی هست، بر مبنای تجربیات اجتماعی خودشون هست، اما این وجدان علمی رو که این جامعه سیاسی میتونه ارائه بده در اینجا میلنگه و بنابراین جنبش ما هی داره عقب میفته، هی داره خطری که پیش میاد این هستش که مردم زده بشن از هر گونه جنبش. به نظر میاد که یه سری شعارهایی علاوه بر این که برای جنبش خطرناکه، برای جنبش عمومی هم خطرناکه. منظورم از جنبش عمومی جنبشی هست که مردم انجام میدن، به علاوه بخشی از درون خود رژیم هم ریزش میکنن، به مردم میپیوندن. این جنبش عمومی هست که جلوی خشونت رو میگیره. این ریزش درون رژیم و همراهیشون با مردم هست. در سال 57 این اتفاق افتاد. تیمسارهای اون موقع زیر بار دستور جنرال هایزر نرفتن و این خودش و همبستگی ارتش، حالا جناحی از ارتش، جلوی خشونت رو گرفت. اون موقع بالاترین کارمندان اون مثل شرکت هواپیمایی، شرکت نفت، اینا با مردم همسو شدن و بنابراین جنبش همگانی توانست با کمترین خشونت ریزش بکنه. شخصا خودم در این تظاهرات یک انتقاد بزرگی دارم و اون شعار مرگبر هست. مرتب شعار مرگبر میشنویم و در این حال باشون که صحبت میکنید ببینید مخالف اعدامه هم هستن. مرگ بر خامنه‌ای به عنوان مثال میگم و تو مخالف اعدامه هم هست. شما میخواید چیکار کنی؟ بعد خامنه‌ای رو میخواید مرگ بر میگی، میخواید اعدامش کنی؟ یه سری تناقض ها هست. این تناقض ها تئوریکه. در یکی از صحبت ها به خانومی میگفتم که دوستی دلیل نمیخواد، دشمنی دلیل میخواد. گفت شما رژیمی هستی. گفتم چرا؟ گفت به این علت اون که با من دشمنی میکنه من چجوری با او دوستم؟ گفتم خب شما دلیل تراشیدی با اون، اون شعوه که دشمنی کرده با شما، شما چرا خود از دوستی میخوای محروم کنی؟ دوستی شما میکنی با اون یعنی که آقا من برای خودم حقوق قائلم، شمایی که سرکوب میکنی برای شما حقوق قائلم، شمایی که خودت از حقوق محروم میکنی، شما را دوستی وامیسی، او میاد در دوستی شک میکنه، شما میگی چون او دشمنی میکنه منم میخوام دشمنی بکنم. خب بس بنابراین در اینجا شما میخوای انرژی های منفی با انرژی های نقش انرژی مثبت پیدا کنه، نمیتونه. انرژی منفی نفرت، نفرته، کینه توزی، کینه توزی، اینا انرژی های منفیه. شما میگی چون شما این بدی رو به من کردی من کینه ورزی نمیکنم، جبران میخوام، درمان میخوام. در این حالت هستش که شما او رو با او مرز مشترک پیدا نمی کنی. ولی اگر به او در مقابله به مصر بیافتی مرز مشترک پیدا می کنی. او از خودشه، شما خشنی من خشنترم و بنابراین سرکوب می کنه، بهانه هم داره، میگه که اینا خودشون خشنن. خیلی ممنون، مرسی. میکروفون خودتون بستیم یا بله تموم شده بود؟ خیلی ممنون، مرسی. ما بسیار خب، جناب آقای گلزار عزیز، من یک سوال از حضور شما داشتم، اگر ممکنه پاسخ بدید. بله، حالا میکروفون من چون بسته بود تا به حال، من اشتباهاً زده بودم میکروفونم بسته. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
صدای شما رو من ندارم. با سلام و عرض ادب و احترام جناب آقای گلزار، فکر میکنم آقای شاهدان اینترنتشون قطع شدن، لطفا شما صحبت بفرمایید تا ایشون برگردن. بله الان من صدا رو الان شنیدم، صدای دوست عزیز رو نشنیدم. اگر امکان داره مجددا سوالشون رو مطرح. بله جناب آقای شاهدان خواستن صحبت کنن که اینترنتشون قطع شد. بفرمایید جناب آقای شاهدان. مثل که صداشون قطع شد، یعنی اصلا از اتاق بیرون رفتن، باید صبر کنیم تا بیان. سوالشون هم اصلا متوجه نشدم، من که متوجه نشدم، دوستانم متوجه نشدم، من هم متوجه نشدم. آره من یه موردی یهو به ذهنم رسید. ببینید من در رابطه با مسئله‌ای که راجب اقوام در ایران هست و یه نگرانی‌هایی وجود داره به عنوان جدایی طلبی و اینا، من باورم این نیست. واقعا من باورم اینه که اگر که یک قومی ادعا میکنن که ما میخواییم مستقل بشیم، یه ادن که ادعا میکنن. من مصاحبه داشتم با یکی از سران بچه های خلق عرب و وقتی هم باش صحبت کردم با هم لهجه خودش گفت، من گفتم متولد کجا هستیم؟ گفت من متولد، من الاهوازم، نگفت ایرانیم، یعنی با همین لح. و بعد به نتیجه ای که آخر رسیدیم و من بهش گفتم خب شما چند نفرین؟ گفت ما مثلا 2000 نفری مثلا در ایران و در خارجی. گفتم حالا فردا اگر رفتن، در واقع صحبت سر این شد که چند رفعه میخواییم استقلال داشته باشین یا جز ایران باشین، شما چه رأی میدید؟ گفت خب ما رأی میدیم اگر مردم بخوان میمونیم تو ایران. یعنی گفتم اگه مثلا 3 میلیون گفتن ما تو ایران بمونیم، شما گفت خب ما میشیم ایرانی. یعنی نیاز به این هست. یعنی من واقعا اعتقادم اینه که ما لازمه بیشتر صحبت کنیم به جای اینکه تحریک بکنیم. چون ولی وقتی اینو مطرح بکنیم بگیم که شما باید فقط با ایران باشید، این یه خوره ای در واقع اون اناد رو ایجاد میکنیم. به نظرم میشه صحبت کرد، مانعی نداره، شما آزادی، کما اینکه اصلا تو خود اعلامیه جانی حقوق بشر، مخصوصا تو عرض کنم که قرارداد بین المللی میثاق عرض کنم سیاسی مدنی قید کرده و عنوان کرده که این در واقع جز اختیاراتشونه که باشن. و مهمترین کار اینه که جامعه، یعنی اون جامعه کلی، اجازه حق زبانشون رو بده، امکانات خودشون رو در اختیار خودشون بده، مدیریتش رو بذاره دست خودشون باشه. خب بهترین اینه دیگه، مثلا همین کاری که الان در آلمان داره اتفاق میفته به همین صورت است. ببخشید من بس که تشریف آوردن، سوالشون رو بفرمایید آقای شایگان. من معذرت میخوام یه لحظه اینترنتم قطع شد، من واقعا معذرت میخوام. داشتم اینو عرض میکردم که این جنبشی که الان هست، در حال تو ایران هست، ما داریم میبینیم که خب جوانهای دهه 70 و 80 شمسی هن و خیلی با بینش و آگاهی بالایی، فارغ از هر شعار سیاسی که پیش از این ما میدیدیم، الان دارن پیش میرن. حالا نه یعنی اینا فقط مختص اینا کنیم، خب افراد مختلف جامعه همراهشون هستن، ولی خب بولد هستن دیگه. این جوانان داریم میبینیم که خیلی بولد هستن، نسبت به نسل من خیلی آگاه‌ترن، بینش بالاتری دارن. ما هم آینده‌ای برای خودمون متصور نمی‌شدیم، اما حداقلش اینکه ما داریم میبینیم که اینا حق خودشونو فریاد می‌زدن، ما این حق رو فریاد نمی‌زدیم. می‌خوام ببینم این تفاوت چیه، نسل من و این نسل جدید چه چیزی اتفاق افتاده که این تفاوت ایجاد شده بینشون؟ بله سوال خیلی مهمیه. الان در بسیاری از بحث ها و گروه هایی که میشه میگن نه یه نسلی هن فوق العاده. چرا فوق العاده هن؟ این سوالی است که شما میکنه. قبل از اون که بخوام اینو پاسخ بدم و نظر خودم بدم خدمتون، سلام میکنم به آقای شفایی که یک مدتی هم هست، نمیدونم یه هفته بیشتره با هم دیگه تلفنی هم صحبت نکرد. خدمتون عرض کنم که جامعه در طول زمان تجربه پیدا میکنه. حالا هر کشوری به فراخور وضعیتی که داره
تجربیات خودش رو پیدا میکنه. مثلا آلمانی ها چون ما اکثریت در آلمان هستیم، در طول زمان تو انتخابات، نوع رأی دادن، نقشی که احزاب داره، تجربه پیدا کردن. بعد دیدن مثلا در عرض 40 سال گذشته که حزب سبزها درست شده، اطمینان بیشتری به این حزب کردن، مخصوصا جوانها. الان در بخشی از ایالتها اینها کاملا قدرت رو دارن، یعنی مدیریت اون بخش رو دارن، یا اینکه در اتحادی که کردن با احزاب دیگه الان در کل کشور این اتحاد رو پیدا کردن. چیه این؟ این یک تجربه است. مردم در طول زمان تجربه پیدا کردن که چه شکلی احزاب کار میکنن. در وطن ما بزرگترین کشتارها رو آقای خمینی و یارانش در سال 60 انجام داده. کشتار بیش از حد. خدمتون عرض کردم که جنگ رو هم 8 سال ادامه داد. بعد زندانها در زندانها تو 3 روز به گفته آقای منتظری 2700 تا 3700 الان میگن تا 5000 نفر رو اعدام کردن. حالا در ایران آزادی خواهد شد و بعد اون موقع ما اسناد و مدارک رو به دست خواهیم آورد. همینطور بیایم جلو 88 هستن، شما هم یه عده رو گفتید که جرس کجاها چه کردن. با این جامعه هی تجربه کرده، این تجربه رو این نسل نکرده، نسل قبلی هی انتقال تجربه کرده. اگر این اشتباه نمیشد، اگر این کار رو نمی کردیم، اگر بیش از حد به آقای خمینی اعتماد نمی کردیم، اگر تصور نمی کردیم که او خودش همراه نیست با حزب جمهوری اسلامی، بلکه در فساد بزرگ خودش نقش داشته، اینا رو مردم نمی دونستن. یواش یواش در طول زمان این تجربه رو دادن به نسلهای بعدی. بعد شما نگاه کنید از 88 تا 96 چند سال گذشت، مردم جبران کردن تجربه 88 رو. تو 88 گفتن که رأی من کو، یعنی گفتن یه تقلب بزرگ شده، رأی من اینه که دادن به موسوی، بدید به موسوی بیا سر قدرت. موسوی هم اومد گفت که ما میخواهیم شما رو ببریم به دوران طلایی امام، و دوران طلایی امام دوران جنایت و کشتن و از بین بردن وطن بود. این مردم سرخورده شدن، اون نظام هم مردم رو تا تونه سرکوب کرد. اومدن 96 دیگه این شعار رو ندادن. فریاد اصلی این بود که بیا بیرون هموطن، حقت و فریاد بزن. این شعار بسیار مهمه بود که در اون دوره داده شد. بعد شده 98، متاسفانه مسئله کرونا پیش اومد و یک دفعه همه حرکت‌های اجتماعی متوقف شد. برای اینکه اینقدر کم رفتن در انتخابات مجلس رأی دادن که گفتن نه، باید مجلس راه انداخت. همینطوری برای ریاست جمهوریش هم به همین ترتیب بود. 17% در شهرهای بزرگ، میخوام 13% در شهرهای بزرگ، 17% در شهرهای کوچیک مردم در انتخابات شرکت کرد. این نتیجه اون انتخابات بود. ولی با این حال گفتن آقای باید از تو صندوق در بیاد، آقای روحانی. درسته؟ حالا رسیدیم به رئیسی و این وضعیتی که الان داریم. الان در حال حاضر مردم در این تجربه که نسل جوان کرده گذر کرده، از جلوی نیروی های سرکوب فرار نمی کنه. به نیروی سرکوب حمله ور میشه. میگه چرا میخوای منو بزنی؟ شما دختر جوانی رو میبینی که میره تو دل 10 تا 15 تا نیروی سرکوب. در شیراز اون دختری که گرفتن، دو دختر دیگه از بین 7-8 تا دونه نیروی سرکوب و اون آقایی که اونجا با لباس شخصیه، میرن دوست خودشونو میارن بیرون با اینکه سر اونو به زمین میزنن. خب اینها رو در جامعه ما قبلا به شکل دیگری بود. یه عقده کوری هم بود که این رژیم رفت مثلا پمپ بنزین آتش زد و بانک، یه عده هم بهش پیوستن. نه اینکه همه، ولی تونست اونو جا بندازه که این نیروها رو من باید همه رو بزنم و حمله کردن و کشتن و 1500 نفر اعلام میشه. حالا بازم نمیدونیم، باید یه واقعیتی است که در آزادی ممکن میشه که چقدر زمان آدم کشتن. مثلا اینه که اینقدر کشتن که مثلا جلوی جنبش رو بگیرن. الان جنبش تغییر حالت داده. تجربه نسل‌های قبل رو این نسل داره همراه میاره. نه فقط این نسل،
نسل قبلی هم جبران کردن کمبودهایی که در جنبش های قبلی انجام نداد. حتی از انتخاب نوع شعارهاشون تا امروز، البته با آقای رایی کاملا موافق هستم که بعضی از شعارها هنوز نیست، مسئله جمهوریت در شعارها هنوز گنگه، کمبودش هست، مسئله آزادی خواهی خیلی کمه. خب حال تفسیر میکنه آدم، ولی نه واقعیتش نگه که دوتا شعار که دقیقا راجع به آزادی گفتن یا راجع به حقی که دوتا شعار که اومده بقیه شعارها نیست. مسئله استقلال طلبی نیست، ولی اینها یه شعارهایی که در دوره انقلاب 57 هم یواش یواش تو دهن مردم اومد که استقلال آزادی جمهوری، بعد یواش یواش تبدیل شد استقلال آزادی جمهوری اسلامی. تصور مردم هم برای این بود که اسلام نماد عدالت خواهی است، و آقای خمینی هم که گفته من میرم در قم، روحانیت هم که حقش دخالت ندارم. متاسفیم که آقای خمینی دقیقا دروغ گفته بود، برای اینکه آقای مطهری رفته به دیدارش در پاریس و او بهش گفته برو شورای انقلاب رو درست کن، و اون اومده آقای بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای و اردبیلی رو پنج آخوند شدن، این ملایان گفتن که شورای انقلاب رو درست میکنی، و هنوز هم همون طرز تفکر حاکم بر کشور، رفسنجانی است و خامنه ای است و اردبیلی است، اینا هنوز همونه. اونا هم که مخالف بود که خودشون کشتنشون، از جمله آقای بهشتی هست و آقای مطهری رو تحملشون نکردن. راجب خوب و بدش نمیخوام صحبت کنم، اونا رو از سر راه برداشت. اینه که الان این جامعه تجربه کرده و در این تجربه هنوز خیلی شعارها مونده. شعاری که آقای رایی میگه لایسیته، دخالت نکردن بنیادهای دینی در دولت رو، حالا ما 40 ساله میگیم، از قبل از انقلاب هم گفتیم که یه دونه حکومت ملی باید بشه، یک جمهوری ملی باید در ایران به وجود بیاد. خب فعلا این شعارها داده نشد، امیدواریم که این شعارها هم اضافه بشه، این به پختگی جامعه جوان ایران اضافه بشه، نسلهای قبل این انتقال بدن به نسل جوان که نه، مسئله استقلال بسیار امر اساسی، جمهوری بسیار امر اساسی، و لایسیته، دخالت بنیادهای دینی و ایدئولوژی در دولت بسیار امر اساسی تا ما بتونیم کشور نجات بدیم. یه شعارهای هنوز جامعه ما خیلی ازش دوره، دفاع از حق طبیعت ایران که بیابان شده، خب این باید دفاع بکنیم از این حق، جاشه که واقعا حالا ازش دفاع بکنیم. اما خب الان ما اول جنبش هستیم، امیدواریم که جنبش ادامه پیدا کنه، این پختگی رو پیدا بکنه، نسل‌های قبل اطلاعات دقیق به فرزندان خود بدن، اطلاعات الکی نه آقا یه موقع خیلی خوب بود گوش کیلو 8 تومن بود، حالا شده کیلو نم چند هزار تومن، اینا اطلاعات نیست. آقا یه موقع ما سوار پیکان می‌شدیم می‌رفتیم شمال تورا می‌تونستیم سیب بخریم، حالا نمیشه بخریم، اینا اطلاعات اقتصادی نیست. باید شفاف بود. آقا زمان شاه 7 میلیون بشکه میفروخ 12.40 دلار یا 70 سنت، اینو میفروخ، یک جمعیتی داشتیم 28 میلیون، این پول رو میمد در داخل، واردات کالا میکردن، قیمت دلار رو ثابت نگه میداشت، اقتصاد این شکلی بود. الان جامعه ایران 85 میلیونه، نفت رو 1 میلیون خورده میگوین میخواهن بفروشن، هنوز نفروختن، هنوز حد پس 700 هزار بشکه در روزه، با قیمتی که الان میفروشن نه بودجه رو میتونن تامین کنن نه چیزی، فسادم تا دلتون بخواد، چند نفر آدم میرن 3 میلیارد میدوزن. آقای رئیس جمهور آلمان 700 یورو گفتن خرج هتل و غذاشو یک نفر مهمان کرده، مجبور شد به استعفا بره تو دادگاه، بعد از 1 سال مشخص شد که نه آقا بی خود گفتن، برچسب زدن بهش. ایشون اصلا مشروبات الکلی نمیخوره، وقتی خیلی میل داشته باشه یه آب موز سفارش میده، و اون شب سر غذاش آب موز خورده، یه غذای بسیار ساده با همسرش خورده و شب تو هتل خوابیده و تمام شد. خب تو ایران 3 میلیارد دزدیدم، 91 هزار میلیارد تومان، اصلا وحشتناکه برای کشوری. و باید اینها انتقال دقیق و شفاف بدن به فرزندان خودشون،
زمان شاه اینطور بود که یه معلم هم میتونست بره خارج. آره پدر منم معلم بود، اومد خارج با قطار اومد، یه ماشین خرید برگشت اومد ایران. اینم اسمش نمیشه گذاشت گردش، میشم گذاشت گردش. نمیخوام بگم اون موقع نبود امنیت به اندازه حالا بود، نه امنیت بیشتر از حالا بود، ولی یک اقتصاد فوق العاده بیمار داشتیم. کار اقتصادی که امروز میشود اقتصاد اون دوره. این اطلاعات هم اگر بتوانند به فرزندان خود بدن، ما در فردای آزادی میتوانیم وطن رو بسازیم. دنبال تخیلات نمیریم. آقای خمینی میگفت شاه نفت رو که میفروشه بلد نیست خرج کنه، ایشون فساد میکنن. خب اینا اومدن نفت فروختن، خب بعد از سال 60 که همه قدرت رو دست از گرفتن، دادن به انواع و اقسام بنیادها و خرج جنگ رو این ور اون ور کرد، خیلی بدتر فساد کردن. بناست که نفت که فروخته میشه با پولش در اقتصاد نقش پیدا کنه و خود نفت در اقتصاد نقش پیدا کنه، وقتی نداشته باشه. خب اینا همش داستان‌هاییست که پدر بزرگ ما میگفت. یه موقع میرفتیم لبه این جوب آب، توش ماهی بود دونه نیم متر، حالا که میری یه قورباغه هم نیست. ما که بچه بودیم اینو تعریف میکرد. حالا هم پدرها میشینن برای بچه‌هاش تعریف کنن، آقا ما قبلا خربوزه کیلو 2 ریال، حالا میری خربوزه میخری کیلو چند هزار. این که تعریف نیست، به واقعیتش اینه که یک فسادی است در این سیستم. فساد رو باید جبران کرد با یک اقتصاد تولید محور. امیدوارم که پاسخ بدم، البته طولانی هم دادم، ببخشید. خیلی ممنون. دقیقاً تفاوت کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک همینه که شما گفتید. رئیس جمهور آلمان رو مثال زدیم، خیلی مثال جالب بود. خب آقای رایی، و البته آقای رایی رو اول بشنویم بعد خانم جهانبین. آقای رایی بفرمایید. بله خیلی ممنون. من خواستم یه نکته ای رو در مورد اقوام ایرانی توضیح بدم که در تجربهش در جهان وجود داره. موقعی که صحبت از خودمختاری میشه یا حتی صحبت از تجزیه طلبی میشه، به یک نکته اساسی حقوقی و شهروندی لازمه دقت کنیم که متاسفانه توی این اروپا این اشتباه شد و الان ولادیمیر پوتین داره ازش سوء استفاده میکنه، و اون اینه که در جنگ یوگسلاوی دادگاه بین المللی تصمیم گرفت که در کوسوو مردم اونجا میتوانن مستقل از دولت مرکزی خودشون در مورد خودمختاری خودشون تصمیم بگیرن. این کار رو الان ولادیمیر پوتین به همون بهانه در دونباس داره میکنه. این با تجربیات مثبت جهانی تطبیق نداره. هر دوش تجربیات مثبت جهانی، یک مثال میزنم. موقعی که الجزایری ها استقلال از فرانسه خواستن در زمان ژنرال دوگل، کاری که کردن در زمان ژنرال دوگل، اول از مردم فرانسه سوال کردن، یه رابطه دو طرفه در واقع، آیا موافق با جدایی الجزایر هستید یا نیستید؟ مردم موافقت کردند به بالای 60% که اگر خود الجزایری ها میخوان جدا بشن میتونن جدا بشن. بعد از اینکه فرانسوی ها این نظر رو دادن، این رفراندوم رو مثبت برای الجزایری اعلام کردن، الجزایری ها رأی دادن که ما میخوان جدا بشیم. پس بنابراین یک طرفه یک قومی نمیتوانه بگویه من از یه ملتی میخوام جدا بشم، برای اینکه زندگی مشترک، رابطه حقوقی رابطه یک طرفه نیست، رابطه دو طرف است. در رابطه مشترک موقعی که در یک مجموعی یک تکه جدا میشه، اثرات داره، اثرات منفی داره. هر عملی دینامیک داره، عمل جدا نیست، و بنابراین دینامیک خودش پیش میاره. از جمله دینامیکی که پیش میاره این هست که این جدایی میتوانه جدایی های دیگر رو پیش بیاره، این الگو میتونه بشه، بعد الگویی میتونه باشه، این میتونه اثرات اقتصادی بذاره و انواع اقسام نظرات دیگه. پس بنابراین موقعی که داریم صحبت میکنیم، با موافقم با آقای شفایی که باید با کردها نسخه نپیشتن، من این جمله رو قبول ندارم. من میتونم پیشنهاد خودم رو بدم، ایشون هم میتونه پیشنهاد خودش بده، ولی بخواد گفتگو رو قطع کنه اشتباه است.
ملت ها با هم دیگه، قوم ها با هم دیگه، جمعیت ها با هم تصمیم میگیرن. در یک خانه هم زن و شوهر احتیاج به رئیس ندارن، با هم تصمیم میگیرن، با هم زمانی میتوانن تصمیم بگیرن که حقوقی تصمیم میگیرن، غیر حقوقی امتیاز خواهی میشه دیگه، حق نیست. اینجا حق منه که مثلا بچه رو من تربیت کنم، اونجا خرج پول و باتو، اینا امتیاز خواهی هست. موقعی که در یک ملتی، یکی از نگرانی های بزرگ ایرانی ها را هم در اینجا میخوام در این قسمت توضیح بدم، و اون این هستش که ایرانی ها نگران آینده اقتصادی خودشون هستن و بنابراین دنبال این میگردن کی میتونه مشکلات اقتصادی ایران را حل کنه. چند نکته اساسی رو لازمه توضیح بده. اولا برنامه اقتصادی که ایران اداره کنه وجود داره، یک، به طور دقیق هم وجود داره، الگو هم شده، قسمتش رو مالزی و قسمتش هم ترکیه از این الگوی ایرانی ما گرفتن و پیشرفتشون رو میبینیم. نکته اول این. نکته دیگه که با توجه داشت این است که دولت ها تا اعلان ورشکستگی نکنن اقتصاد ورشکسته نیست. یعنی یک دولتی میتواند بیاد، اگر دموکراتیک هست، بانک مرکزی مستقل ایجاد میکنه، با تمام بدهکاری‌هایی که داره میتوانه سرمایه گذاری ارائه بده. منتها به علت تورمی که مثلا در ایران وجود داره، این رو هدایت میکنه، نقدینگی که ایجاد میکنه مثلا در زیربناها یا در ساختن شرکت هایی که از قبل میدانیم که اینها سودده خواهند بود. پس بنابراین موقعی که یک دولت دموکراتیک با برنامه مشترک بیاد، بلافاصله میتونه مسائل ایران رو بررسی و حل بکنه و در ارتباط با دانشگاه قرار بگیره و مسائلی رو که، چرا اینو میگم، سال 57 اینجوری شد، زمانی که شاه رفت بانک ها خالی بود، همه بانک ها از جمله بانک مرکزی ورشکسته بودن و تونستن در دولت اون آقای، یادم رفت اسمشون، وزیر اقتصاد و هم بعد با همکاری آقای بنی صدر، اون اقتصاد ورشکسته رو نجات بدن. نجات اون با اقتصاد ورشکسته، یک فایده مثبتش این بود که مردم پسندازاشون از دست ندادن، دستی که دیگه اون پسندازا وجود نداشت. بنابراین میبینیم که نگرانی رو در ارتباط قرار میگیره با سیستم سیاسی و با یک دروغ بزرگ جهانی که این رو باید افشا کرد، و اون این است که از بانک باید قرض گرفت. مثال بزنم، در امریکا دولت امریکا میتونه پول مستقل از بانک ایجاد کنه، اما نمیکنه، به این علت که به میخواد بگه قلب سیستم، قلب اقتصاد بانکه. این بانک ها هم حالا یه سیستم مافیایی ایجاد کردن و عملا پنهان کردن از مردم که این پول رو میتوان با 0% بهره تو ایجاد کرد. منتها اگر مثل کشورهای استبدادی باشه، این در واقع بانک مرکزی باشه یا نباشه، به میل یک سیستم سیاسی میشه که جهتگیری های مناسب اقتصادی در رابطه با اقتصاد کلان و با اقتصاد جزء نداره. اگر یک بار پیشنهاد میکنم، یکی از دوستانی که در مورد اقتصاد، مثلا خود آقای گلزار یا آقای دلخواسته یا خود من، یا میشناسیم مسائل اقتصادی رو، یک جلسه بذاریم در یوتیوب هم ضبط بشه که مردم ببینن که راه حل ها دقیقا چیست. این راه حل های 25 گانه و این راه حل هایی که در آن میتوانیم ما به عنوان مثال تورم رو کنترل کنیم، اون لازمه مردم بشناسیم. مردم باید بدانن که تورمی که در حال حاضر هست به عنوان مثال دو عامل اساسی داره. یکیش حجم نقدینگی و حجم پای پولی است. دو، کسر بودجه است. کسر بودجه رو و نقدینگی رو که بتوانین جهت بهش بدین و بتوانید کسر بودجه رو به صفر برسونید. توجه شما رو جلب میکنم که در سوئد ابتدا این برنامه پیاده شد. وزیر اقتصاد سوئد میره امریکا برای که وزیر اقتصاد سوئد در دهه 60 خراب بود، ببینه راه حل چیست.
در اونجا راه حلی که بهش میدن این خود وزیر اقتصاد اقتصاددان بزرگ بود، میفهمه که راه حل نیست، از همونجا پیام میده ما لازمه که تصویب کنیم در مجلس که کسر بودجه نداشته باشیم. یکی از راه حل های اساسی رو که سوئد دنبال کرد و هنوزم کسر بودجه نداره همین جلوگیری، چرا که با کسر بودجه نمیتوانیم تورم نداشته باشیم، با ایجاد نقدینگی هدایت نشده نمیتونیم نقدینگی نداشته باشیم. افزایش قیمت ربطی به تورم نداره، افزایش قیمت میتونه به خاطر کمبود کالا باشه، همین میتونه دوباره سال دیگه بله باشه. تورم یک عامل تعادل ارزها هستش و لازمه یک سیاست مالی درست باشه و یک کمبود بودجه رو حل بکنن، نقدینگی رو به اندازه در جهت‌های مختلف بندازن که ارزش پول نسبت به پول‌های دیگه مناسب بشه، جلوی تورم گرفته میشه. خیلی ممنون. البته مسائل زیادی میشه گفت ولی خب جلسه شما جهت خاص خودش هم داره. مرسی، خیلی ممنون. دقیقاً. خیلی ممنون آقای رایی عزیز. جلسه راجب اعتراض‌ها بود ولی میشنویم صحبت‌های خانم جهانبین رو، بعد اگر نقطه نظری بود که دوستان بفرمایید. خانم جهانبین. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه دوستان و شنوندگان محترم. در مورد مسئله حضور اقوام و ملل مختلف ایرانی در این تجمع جاری که هستش توی ایران، من هم یه مسئله رو میخواستم بگم و در پایان یک سوالی هم برام پیش اومده که دوست دارم از عزیزان بپرسم، حالا هر کسی که تونست راهنمایی کنه. مسئله اول این که من یادم کلن از زمان کودکی، از حتی زمان مدرسه‌مون، همیشه این مسئله جوک ساختن برای اقوام مختلف یا اینکه حتی یه سری خصوصیات اخلاقی رو نسبت بدن به فرض کنید شمالی‌ها، به ترک‌ها، به عرب‌ها، این همیشه بوده و نسلی که با این شوخی‌ها به هر حال بزرگ شده توی روح و روانش نهادینه میشه که خب کم کم فاصله بگیره، یعنی سعی کنه که با قوم خودش یا با اون کسی که هم ملیت خودشه، در واقع هم چیز خودشه، نشست و برخاست داشته باشه. و این فکر میکنم یکی از مسائلی هستش که برای به هر حال کسانی که توی شهرها و استانهایی زندگی کردن که تنوع قومها بیشتر بوده بیشتر لمس شده و شاید این چیزی که ما الان میبینیم که به هر حال همیشه میگن این قوم جداست، اون قوم خودشو جدای طلب میدونه یا یه سری اختلافات هست، شاید یکی از مسائل ریشهش همین باشه که از کودکی نهادینه شده. اما کم کم که اومدیم جلوتر، خب این توسعه تکنولوژی و این شبکه‌های اجتماعی خیلی کمک کرد در آگاهی سازی، در این که به هر حال تبعیض نداشته باشید، همونجوری که ما میگیم باید احترام بذارید به کسی که دینش مختلفه یا به هر حال رنگ پوست مختلفی داره، باید به کسی که از قوم و زبان و گویش دیگه هم استفاده میکنه باید احترام بذارید. این یه نکته بود که میخواستم بگم که اگر ما امروز میبینیم که الان تو این چند روز اخیر میبینیم که دیگه این اختلاف‌های قومی ملیتی کمتر شده، شاید علتش این هستش که آگاهی رسانی و اطلاع رسانی از طرق مختلف به خصوص شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد هستش. اما سوالی که دارم این هستش که هنوز بعضی از اقوام یا قسمتی از مردم اون قوم‌ها در برابر پیوستن به این اعتراضات مقاومت میکنن، اونم به خاطر اینکه هنوز براشون این قضیه جا نیفتاده، یعنی هنوز فکر میکنن که این مسئله فقط یه مسئله حجاب هستش و فقط مسئله این هستش که بانوان قرار آزادی بیشتری ببینن و این مسئله برای اون قومی که به هر حال از نظر دینی یه مقداری تعصب بیشتری داره و به اسلام پایبندی بیشتری داره نمیتونه برای خودش هضم بکنه، کمان که من واقعا دارم میبینم. یعنی الان آقای رایی در مورد اقتصاد صحبت کردن اما به نظر من این خیلی در آینده است، یعنی الان مسئله‌ای که ما الان درگیرش هستیم این هستش که هنوز بعضی از مردم برای پیوستن به این جنبش نگرانی دارن و حتی مخالفت دارن به خاطر اینکه از تبعاتش
آگاهی ندارن، یعنی از اینی که حتی بانوی قرار هستش که به هر حال یه سری حقوق اولیه خودش رو دست پیدا کنه بهش میترسن، آینده براشون هنوز خیلی گنگه. من حالا سوالی که داشتم این هستش که چگونه میتوانیم این در واقع دلنگرانی ها رو از این دوستان برطرف بکنیم و چگونه میتونیم بهشون بگیم که به هر حال اون بانو هم حق داره، حق زندگی داره، حق حیات داره، حق اولیش هستش. اصلا ما باید تلاشی بکنیم که این اطلاع رسانی رو بکنیم، این آگاهی رسانی رو انجام بدیم، یا اینکه نه، اگر حتی بعضی از اشخاص از اقوام مختلف تمایلی ندارن این مسئله رو بپذیرن یا باهاش کنار بیان، ما وظیفه‌ای نداریم که این آگاهی رسانی رو انجام بدیم. ممنونم، مایک در اختیارتون. سپاس خانم جهانبین عزیز، از نکته نظر خیلی جالبی که به کار بردین، سوال خیلی خوب بود از دوستان. آقای گذشته ها میفرماییم؟ بله، خدمتتون هستم. تشکر خانم جهانبین عزیز گرامی، اون مسئله که عنوان کردید، اقوام مختلف و این جوک هایی که میسازن، ما کتاب جوک های قدیمی هم داریم تو اونجا، یا مولانا نصرالدین هست، یا اینکه یه کریم پشه‌ای بوده، یا کسایی که مثلا میگن که اینا میمدن شوخی میکردن و شوخی ها اینا رو تو دربار بهش میخندیدن یا بین مردم، ولی تحقیر اقوام درش خیلی کمه، خیلی کم، نه که بگم نبوده، هست، اما از یه موقعی اینو خیلی بیشتر کردن. هر بخشی از ایران رو یه صفتی بهش دادن و این صفته باعث شده که تا میخوان یه جوکی بگن، مثلا چه میدونم، شمالی رو به این میسنجن، جنوبی رو به این میسنجن، شیرازی رو به فلان، هر کدوم یه جوکایی براشون درست کرد. آیا درسته؟ به نظر من حقیقت نیست. اینا تحقیر اقوام ایرانی برای اینکه اینا یک دل و یک رنگ و به اصطلاح همراه با هم نشن، تولید یه نوع تفرقه میکنه که این تفرقه باعث میشه که خب مردم با هم همگرایی پیدا نکنن. آیا توی این جنبش هم این تأثیر گذاشته؟ نه، نذاشته. الان میبینیم که یک رنگی بین همه هست. دوم این که این اقوامی که در ایران هستن و خواهان تغییرات هستن، حالا ما 10 روزه یه جنبش خیلی اساسی شده. در بعضی از شهرهای کردنشین ما جنبش خیلی وسعت داشته اونجا و اینها حتی گفتن ما شهر رو در دست گرفتیم. آیا اونها اومدن شعار بدن ما میخوایم جدا بشیم؟ کسی شما تا حالا شنیدی از شعار رو؟ آیا اومدن شعار بدن که این پرچم مال ماست، ما میخوایم بالا بکنیم؟ آیا اومدن شعار بدن که ما مدافع فلان حزب هستیم؟ هیچ کدوم از اینا نیست. کسی میتونست جلوشونو بگیره؟ نه. امکانشو داشتن که این شعار رو بدن؟ معلومه که داشتن. سر عزاداری هایی که رفتن اونجا اومدن یه شعاری بدن خودشون از بقیه مردم ایران جدا کنن؟ من که نشنیدم. پس اینا که نگاه میکنی میبینی یه سری احزاب هستن برای رسیدن به خواسته های خودشون تولید تفرقه میکنن، مثل که واقعا جامعه کرد زبان ما، این هموطنای ما به اینا به صورت سند سیرم و سربی یا امضا دادن که ما پشتیبان شما هستیم. همچی حرفی نیست. حتی در سال 57 هم نبود که اینا اعلام میکردن، سال 58 59 60 که اینها اوج برخوردهای شدید بود که اونها داشتن با بقیه ایران، یا بگیم با سپاه و بسیج و بیشتر با ارتش برخورد میکردن، اونجا هم اینا نمایندگی رو نداشتن. ولی خب مثل احزاب منطقه‌ای هستن و متاسفانه دست به اسلحه‌شون هم اون زمان خوب بود، هنوزم شعارهای اینچنینی میدن. میتونه مایه بگیره از اون تحقیرها که هست و گرفته حتما که این تبعیض‌ها بین مناطق مختلف کشور وجود ماده، ولی در حال حاضر ما شاهد این در ایران نیستیم. حداقل من شواهدی ندیدم که بگم که بله مثلا تو منطقه گیلان و مازندران که بسیار اونجا فعال بودن و خیلی هم اونجا ازشون گرفتن و به زندان انداختن، اینها مثلا یک شعارهای خاصی دادن فقط برای منطقه خودشون.
هیچ شعار نشنیدیم. شعارهایی که از اونها بوده یه سوالی مطرح شد روزای چهارم پنجم، پس چرا در اهواز و مثلا مناطق خوزستان هیچ خبری نیست؟ خیلی ساکتن، با اینکه قبلا بسیار بسیار فعال بودن اینها. چرا در شیراز یک دفعه مردم اینقدر فعال شدن؟ اما یواش یواش روزهای بعدی دیدیم که نه، اونها هم به همین نسبت شرکت میکنن جواناشون و شعارهاشون هم یکسان شعار میدن. شعار از جدایی طلبی تحقیر بقیه نیست، یه عرق ملی، یه عرق یگانگی هست. این ایران در طول تاریخ 7 قوم داشته، این 7 قوم هر قومی برای خودش زندگی مستقل خودش داشته، با بقیه اقوام هم روابط فرهنگی و اقتصادی داشته. اما هر زمان که دشمن خارجی حمله میکرده به ایران، این 7 قوم با هم متحد میشدن در مقابل دشمن خارجی. این فرهنگ ایرانیست. چرا ایران مونده با 7 قوم؟ به خاطر که این فرهنگ، این احساس استقلال طلبی، تمامیت خواهی وطن، دفاع از ایرانی در مقابل ان ایرانی جزء وجدان فرهنگ ایرانی است. حالا از شما یه سوال میکنم، شما برید تو خیابون یه آلمانی به شما برسه و یه توهینی به ایرانی ها بکنه، رگای گردن شما نمیزنه بیرون؟ به ایرانی نکنه، بگه یه رشدی، یه چیزی بخواد بگه، آیا واقعا ناراحت نمیشی؟ به یه عرب بگه در عرب ایرانی، شدید به غیرت استقلال طلبانه شما برخورد میکنه، چون تو این فرهنگ نشسته. از کودکی هم مرتب پدر، مادر، معلم، همسایه این رو انتقال میده، این عرق ملی رو. ناسیونالیستی به معنای فاشیستی نیست، بلکه ناسیونالیستی به عنوان اینکه تمامیت ارضی رو من حفظ میکنم در مقابل ان ایرانی. همه شاهنامه که شما بخونید همش راجع به همین صحبت است. و از مبارزات قبل از اسلام هست و بعد از اسلام هست، به عنوان فرهنگی میگیم علاوه بر تاریخیش، این یه حالتی که هست که همیشه بوده. خب حالا که ما میخواییم تو ایران یگانه بشیم در مقابل استبدادی که بر ما حاکمه، موقع دعوا بین آدم ها نیست، موقع اتحاد و دوستی و یگانگی است. واقعیتش هم اینه که غیر از یگانگی بین ما نیست. حالا گویش های مختلف داشته باشن، ما بهترین دوستامون مثلا ترک هستن که با هم دیگه وقتی میگیم و صحبت میکنم میخندیم، هنوزم بعد از 40 سال اومدن تو خارج کشور لهجه خودشونو دارن. خود داشته باشن، چه قشنگه که دارن، چه اشکاله که داشته باشن، هیچی نیست که گویش دیگه داشته باشن. لحاظ حقوق بشری نگاه کنه، انسان قبل از اینکه دارای عقیده و مرام و گویش و رنگ پوست و از کدام منطقه میاد، ما همه حقوق برابر داریم و در داشتن این حقوق و این برابری هست که با هم دیگه میتونیم بدون تنش زندگی کنه. حالا یه وطنی بلند شده، امیدوار هستیم که این یگانگی رو بیشتر پیدا بکنه، ترس ها بریزه و اون بخش هایی که نپیوستن بپیوندن. ببینید شما هم در جملات خودتون گفتید مردم یه واهمه دارن چه خواهد شد. من امروز اگه برم در تظاهرات کارم رو از دست بدم چی میشه؟ آیا به نتیجه میرسه یا نمیرسه؟ این دانشگاه هایی که نوشتن که دیگه سر کلاس نمیرین، مثلا نوشتن بخشی از دانشجوان، انجمن های به اصطلاح دانشجویی که مثلا دانشگاه شریف، دانشگاه الزهرا و غیره، خیلی اعلام کردن، گفتن ما نمیریم سر کلاس. اینا یه اطمینان خاطری پیدا کردن و نوشتن. اگه فردا همه برن سر کلاس، میگن خب ما میریم چون پدر ما رو در میارن. اما اگه دیدن 20% نرفتن، 30% نرفتن، بقیه هم امیدوار میشن که نرویم. مسئله اساسی اینه که فعلا نپیوستن. 10 روز شما انقلاب ایران رو مردم بهمن 57 میبینن، نه 56 رو ببینم که مثلا در تبریز یه اتفاق افتاده، 40 روز بعد مردم قم چلشون رو میگیرن. تو تبریز آدم کشتن، چلشون رو گرفتن در قم. دو مرتبه شاه رفته اونجا کشته، چلشون رو گرفتن تو اصفهان. تا رفتن توی مسجد چلشون رو بگیرن، اینجا زدن کشتنشون، مشهدی ها بلند شدن. یواش 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 همبستگی شد، یه
همبستگی عمومی. حالا اون رو مقایسه کنید بعد از 43 سال با امروز، در عرض 10 روز همه وطن بلند شده. اصلا بسیار شوکه شدم که چه خواهد شد؟ یعنی سوال اساسی است و امید که این پاسخ به این سوال اساسی این باشه که همبستگی بیشتر بشه، ضعف ها رو مردم جبران بکنن و در دام حرف و به اصطلاح صحبت های کسایی نیفتن که ایران رو به استبداد جدید، به وابستگی جدید میخواد ببره، ما رو ببره به طرف روشنایی دموکراسی و حقوق مداری. بسیار بسیار ممنون هستیم از پاسخ جامع و کاملتون. آقای رائی، اتاق شما تا ساعت چند هست؟ در ضمن سوال من اینه، اتاق ما تا زمانی که دوستان سوال داشته باشن و شما پاسخگو باشید لطف کنید. آقای شفایی هم البته سوالی دارن، اجازه بفرمایید اول آقای شفایی رو بشنویم. ببخشید، من فقط خواستم خداحافظی کنم از جام گلزار، خیلی متشکرم. من حقیقت از صبح رفتم برمن و برگشتم خیلی خسته بودم، احساسم ناکارآمدی کردم، یه گفتم از شما بر از همه دوستان جمعه. خسته نباشید، از شما بر نمیاد که بگید احساس ناکارآمدی. آره والله خیلی خسته بودم، خیلی، یعنی اصلا داشتم ناکار می‌رفتم. قربون دادا، خیلی من خوشحال شدم. خداحافظ، خسته نباشید. خداحافظ، قربان شما، خدا نگهدار. من هم اگر موافق باشید، اگر که سوالی باشه پاسخ میدیم، اگر که نه موافق بفهمم. بله آقای رائی، خیلی ممنون. چند تا نکته رو می‌خواستم توضیح بدم. در تظاهرات همچنان ما یک اشکال بزرگی رو برطرف نکردیم، هم سال 88 این مشکل بود و هم الان، و اون این استش که یک طرف صحبت میکنیم، یکی میره سخنرانی میکنه، یکی میره شعار میده و گفتگو نیست. یکی از اشکالات بزرگ در فرهنگ آموزش ایران هم این است که معلم درس میده، شاگرد گوش میکنه و این رابطه حقوقی رو مشکل میکنه، حتی قطع میکنه رابطه حقوقی رو. موقعی که در تظاهرات قوم‌های مختلف، انسان‌های مختلف با هم حرف برای گفتن دارن، لازم فضای گفتگو در همون تظاهرات حتی ایجاد بشه یا ضبط بشه گفتگوهایی، یا دعوت بشه به جلساتی از اقشار مختلف که بیا هم با هم گفتگو کنن. چرا؟ برای اینکه یکی از ضعف‌های بزرگ ما این هست که دنبال این هستیم ببینیم که کی بهترینه، کی سالمترینه، کی اشتباه نکرده. این یک معیار غلطی است که در ذهن ما هست. بهترین انسان‌ها انسان‌هایی هستند که به خود نگاه می‌کنند، اشتباه خود رو می‌پذیرن و خود رو ترمیم و تصحیح می‌کنن. این نگاه انسانی که خطا می‌کنه، خطای خود رو جبران می‌کنه یا نمی‌کنه، معیار حقوقی هستش. یعنی من نگاه می‌کنم این شخص گذشته‌اش اشتباهات رو کرده، الان تصحیح داره می‌کنه یا نمی‌کنه. سازمان های سیاسی هم همینطور. سازمان سیاسی که سابقه تجزیه داشته، تجزیه خواهی داشته، این اگر خودش رو نقد نکرده الان افتاده جلو میگه من که تجزیه طلب نبودم، گذشتش بود گذاشت جلوش. بنابراین یک ضعف بزرگ جامعه سیاسی ایران این است که سازمان های سیاسی خود رو نقد نکردن، همشون خودشون رو نقد نکردن، یا قسمت هایی رو نقد کردن، یا اگر هم خود رو نقد کردم، خود رو مورد نقد دیگران قرار ندادم. پس بنابراین در جنبش اعتراضی ما، علاوه بر اینکه درسته یه قسمتی از مشکلات حل شده، توهین به اقوام مختلف حل شده، اما باز ببینید، حالا به صف کلمه ملت‌ها من شنیدم، ایران یک ملته با اقوام مختلف. در گروه‌های چپ با هم در همین پاریس زمانی که روحانی می‌خواست بیاد فرانسه جمع شدن، اعلامیه دادن به اسم ملیت‌های ساکن ایران. شما موقعی که میگین ملیت‌های ساکن ایران یعنی دولت‌های دیگه تو این دنیا، با این ادبیات این دنیا. بهانه‌شون این بود که قوم کمه
و ملت احترام داره. برای یه ملت، یک مثلا کردها ملتن یا مثلا بلوچ ها ملتن، اگه قوم بگیم تغییرشون کردیم، در صورتی که همچین تغییری تو کلمه قوم نخوابیده. این در واقع یک ساختی بود. بعد یواش یواش معلوم شد که تجزیه طلبا بودن، از عربستان سعودی هم کمک میگرفتن بعضیاشون. پس بنابراین کد ملیت های ساکن ایران کد تجزیه طلبی است، کد شده، حواسمون باشه. استقلال رو نمیگن و غیر وابستگی رو میخوان، معنی این هستش که دموکراسی مشکل دارن. چرا؟ برای اینکه دموکراسی رو در انسانهایی که میتوانن ایرادهای خود رو میتوانن تصحیح بکنن بنا میشه دموکراسی. دموکراسی بر ناتوانی بنا نمیشه. اگر بگیم ملت ناتوانی خرست نمیفهم از صحبتهای اینجوری، دیگه دموکراسی معنی نداره. بنابراین دنبال حاکمیت یک گروهی هستیم، یک دستی هستیم، یک سری نابغه هایی هستیم. پس بنابراین مستقل انسانی هست که حقوق داره، این حقوق سفت افزارش هست، بر اساس این حقوق میتواند به صورت مستقل تصمیم بگیره و انسانها با هم به صورت مستقل میتونن تصمیم بگیرن. دموکراسی بنابراین اصلش، معیارش استقلال هست. آزادی دارن، چه معنی؟ یعنی همه حقوق دارن، نه اینکه آزادی میل دارن. آزادی میل میتونه مثبت بشه، منفی بشه، انواع اصلا جهت رو پیدا کنه. همه حقوق رو دارن و بر اساس این حقوق، چون همه این حقوق دارن، به صورت طبیعی یا به صورت ذاتی آزاد هستن و چون آزاد هستن و چون مستقل هستن میتوانن خود رو اداره کنن، میتونن با هم اداره کنن و احتیاج به بالا حاکمیت بر خودشون رو ندارن. پس بنابراین دموکراسی، آزادی و استقلال جدا نشدنی هستن. و موقعی که این ستاره میگیم، یعنی هر کدوم ما یه شهروند هستیم. به محض کلمه شهروند دهن ما در اومد، یعنی تبعیضی در کار نیست. بنابراین قوم ها می توانند خصوصیات خودشون رو داشته باشن، به زبان خودشون، با زبان مشترک یا زبان های مشترک تعلیم خودشون رو ببینن، نکات فرهنگی خودشون رو گسترش بدن و این گسترش همگانی موجب میشه که ملت قوی هم بین ما ایجاد میشه و ملتی داریم که میتوانیم بر هم تکیه کنیم. حالا زمانی که به فکر، به جای اینکه بگیم حالا ما که مشکل داریم مثل فلسطینی ها، اسرائیلی ها، اصلا جدا شیم دوتا ملت، خب نشون این ناتوانی باقی میمونه، دینامیک داره این ناتوانی. بعد در خود بین اسرائیلی ها هم جدایی مشکل پیش میاد، اون طرف در بین خود اسرائیل، جمعی که نتوانه مشکل خودش رو حل بکنه، این جمع یه جمع دیگه هم بشه، دوباره اون جمع هم تقسیم بر دو میکنه، بزرگ میشه، گسترده میشه و دوباره هم قدرت اول و همون مشکلات اول رو میشه. پس بنابراین لازم هست که ما به دینامیک آزادی، به دینامیک قدرت توجه کنیم. دینامیک آزادی راه حل یابه، میخواد مسائل حل کنه. موقعی که میگیم ما آزادی میخواییم، استقلال میخواییم، دموکراسی میخواییم، یعنی با هم میتوانیم راه حل پیدا کنیم و کسانی که جلوی راه حل ما رو میگیرن اونا رو خشونتشون رو خونسا میکنیم. ولی موقعی که گفتیم نمیتوانیم، یعنی چه؟ یعنی که چیز دیگه، دینامیک تخریب. خیلی ممنون، مرسی. سپاس از شما آقای رایی عزیز. و اگر دوستان سوالی، نقطه نظری دارن که من راهنمایی کنم با علامت دست. نه، گویا کسی از عزیزان سوالی نداره. من ختم جلسه رو در ساعت 20:32 دقیقه روز 26 سپتامبر اعلام میکنم. پیش از اون اجازه میخوام که همکاران خودم رو که در این جلسه من رو همراهی کردن معرفی کنم. منشی جلسه سرکار خانم لیلا ابوطالبی، ادمین ها آقایان فرشاد عربی و حسن حمزه‌زاده، ضبط صدا و تصویر محمد رسول پورتندرست و آقای اسفندیار سنگری، بندم رضا شایگان هستم و ختم جلسه رو در این لحظه اعلام میکنم. سپاس از همراهی همه دوستان عزیز. شب شما عزیزان خوش.